بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 14 ماه نوامبر سال 2014 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. 12 ظهر هست به وقت واشنگتن نیویورک و روزهای جمعه معمولا ساعت 12 برنامه ای داریم، کانون آوا. این برنامه رو به شما تقدیم میکنه. صحبت ها یه دوستانی هست که از سازمان مجاهدین جدا شدن، حالا یا صحبت‌هاشون یا انتقاداتشون، اونها رو با شما در میون میذارن و این شما هستید که باید قضاوت کنید که کی درست میگه، آیا این دوستان درست میگن یا سازمان مجاهدین. امروز خیلی خوشحالم که آقای محمد کرمی رو مدیر کانون فریاد آزادی از فرانسه پاریس داریم و ایشون قبلا هم بارها مهمان برنامه بودن. ویدیوهای ایشون در صفحه کانون آوا، aua.association.de یا صفحه بایگانی تلویزیون مردم میتونید اون ویدیوها رو ببینید. در مورد اون ویدیوها و درباره چیزایی که امروز خواهند گفت، هر وقت که شما تماس بگیرید، چه در حین برنامه زنده چه موقعی که برنامه ها بازپخش میشه تا هفته آینده، با ایمیل، با فیسبوک، با تلفن میتونید تماس بگیرید، پرسشاتونو بپرسید و این دوستان هم به شما پاسخ میدن یا نظرات شما رو دربارهش صحبت میکنن. بدون هیچ اتلاف وقتی بریم سراغ آقای محمد کرمی. سلام کنم خدمت ایشون، بهشون خوش آمد بگم. آقای کرمی، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. با سلام خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان و بینندگان برنامه مردم تیوی یا همچنین خدمت شما آقای سوربی عزیز. این هفته ما بحثی داریم در رابطه با وضعیت سازمان مجاهدین، در واقع مقایسه بکنم و تحلیلی بکنیم وضعیت سازمان مجاهدین خلق ایران رو با دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش. قبل از این که بخوام وارد بحثمون بشم، دو تا نکته بود میخواستم خدمت هموطنانمون عرض کنم. اولش در رابطه با درگذشت میر یعقوب ترابی، یکی از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین بود که آقای ترابی از کانادا به سازمان مجاهدین وصل شده بود و به منطقه اومده بود، که در کانادا هم خب سازمان مجاهدین با شگرت‌های مختلف پاپیچ‌های برای این درست کردند که آقای ترابی موقع در کانادا شرکت داشت، تونسته بود وام بگیره برای سازمان، بعد سازمان هم این واما رو بر نگردون که بعد برگفت که این واما رفته به حساب انقلاب مردم ایران، ما بعد از پیروزی انقلاب برمیگردیم اینا رو میدیم. که بعد که وقتی که این آقای ترابی متاسفانه در هفته پیش بود در پاریس فوت کردن، یعنی اینا دار مشکل قلبی اینا داشتن، سال 1390 از عراق به کانادا رفتن و در اونجا چون که پیگردای قانونی و مشکلاتی که سازمان درست کرده بود و اونجا مشکل داشت نمیتونست بمونه، به پاریس انتقال داده شد. که در پاریس هم خوب سازمان خیلی آقای ترابی رو تحت فشار گذاشت که بخواد بر علیه جدا شده خانم مستقیم آقای ترابی بود و همچنین بر علیه بقیه جدا شده هایی که در فرانسه فعالیت میکنن بر علیه سازمان و افشاگری میکنن، بر علیه این دوستان بیاد مهدگیری کنه. زنده یاد آقای یعقوب ترابی، به هیچ وجه زیر این بار نرفت. در همینجا جا داره که بخوام بگم که بله، سازمان مجاهدین وقتی که این فوت کرد، سازمان مجاهدین آمد القاب پهلوان ایثار به این منتصب کرد. که خب آقای یعقوب ترابی خب باستانی کار بود، برخلاف پهلوان پوشالی سازمان مجاهدین، منظورم آقای فیلابی که برای 750 دلار که در مقابل سازمان مجاهدین و مریم رجوی سر خم میکنه که سرش به زانوش میخوره، آقای ترابی به هیچ وجه در مقابل خواستهای سازمان سر فرود نیاورد. خب از موضع گیری و پیامی که مریم رجوی در رابطه با آقای
یعقوب ترابی فرستاد خیلی واضح و مشخص بود که این آقای ترابی از افراد مسئله دار سازمان بود و سازمان زاویه داد، چون که اگر آقای ترابی با سازمان زاویه نداشت و مخالف سیاست های سازمان نبود، حتما این القاب مجاهد صدیق اشرفی و که یک تریلین اسم رو میخواد بکشه در رابطه با ایشان هم به کار میبردن، که در هیچ کدوم نه در سایت خانم مریم رجمی که پیامشو داده و چه در سایت رسمی همبستگی چنین القابی در رابطه با آقای ترابی استفاده نکردن، که خب نیازی نداشت این پهلوان که بخواد سازمان ازش تعریف و تمجید کنه. تمامی دوستانمون که در عراق هستن، یعنی در سازمان مجاهدین تو عراق بودن، خاطرات خیلی خوبی از آقای ترابی دارن. در واقع یک همدم و یک دوست خیلی خوب برای همه، که از همینجا به خانواده آقای ترابی و به فرزندانشون تسلیت عرض میکنم که براشون آرزو میکنم که آخرین غمشون باشه. و اما موضوع دومی که میخواستم به اطلاع هموطنان عزیزم برسونم در رابطه با خانم مریم رجوی یا مریم قجر عزتانلو بود، که مجدداً به این شکلی که داستان که سازمان خانم مریم رجوی از سال 1997 ورودش به انگلستان ممنوع شده، که خب سازمان طریق لابی‌های مختلفش یک بار در سال 2010 تلاش کرد که بتونه این ممنوعیت لغو کنه، نتونست. یک مرتبه در سال 2012 اقدام کرد، تلاش کردن، باز نتونستن. و این بار در سال 2014 توسط لورد کارلایل و 15 نماینده فرامجلسی که از احزاب مختلفشون بودن، یک طرح دعوی‌نامه برای دادگاه عالی انگلیس نوشته بودند، که بعد از رسیدگی ها دادگاه انگلیس با اکثریت قاطع، دادگاه دیوان عالی انگلیس با رد این دعوی اینا با اکثریت قاطع رأی داد که ورود این خانم به انگلیس مجاز نمی باشه. خب سازمان تو این رابطه خیلی هزینه کرد و تلاش داشتن که خانم مریم رجوی را به عنوان یک کارشناس امور ایران و امور زنان و همچنین به عنوان یک کارشناس حقوق بشر و دموکراسی در اسلام برای انگلیس دعوتش کنن که بره به یک سفر به انگلیس، که در کاخ وست‌مینستر میخواست سخنرانی بکنه، که متاسفانه یا خوشبختانه دولت انگلیس وارد این وادی و گول اینها رو نخورد و اجازه ورود به این خانم رو به انگلیس نداد، و دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی انگلیس رأی دادگاهی که صادر کرده رو گفتن خیلی عادلانه و مناسب بوده. این دوتا نکته بعدی بودش که گفتم خواستم به اطلاع هموطنان عزیز برسونم تا بخوایم وارد بحث اصلی بشیم. آقای سوربی اگر شما نکته چیزی نداری من میتونم وارد بحث اصلی مون بشم. خیلی ممنون. من فقط به دوستان اینجا یادآوری کنم که میتونن پیام هاشون رو یا ایمیلشون رو با فیسبوک به تلویزیون مردم، با ایمیل به تلویزیون مردم، یا با شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرن، پیام بذارن، بهشون پاسخ میدیم. ولی اون چیزی رو که روی فلایر کانون آوا از دیروز من دیدم و در تلویزیون مردم هم در صفحه فیسبوک گذاشتیم، سه تا موضوع است که شما میخواین در موردش صحبت کنید. اولی اینکه رابطه ارگانیک مجاهدین و داعش. من ساکت میشم، شما این به اصطلاح تاپیک یا موضوع رو در موردش توضیح بدید و باز کنید. خواهش میکنم. همونطور که شما اعلام کردید، موضوع بحث امروزمون دو بخش است، که بخش اولش در رابطه مشترک سازمان مجاهدین با سازمان تروریستی دولت اسلامی عراق و شام یا داعش است و عملکرد سازمان در این زمینه و این سازمان اصلا چه همخوانی‌هایی با همدیگه دارن این دو، و در بخش دوممون که میایم عملکردهای مشترکشون رو توضیح میدیم، که حالا تا ببینیم تا کجا این وقت اجازه میده، چون که یک بحث خیلی مفصلیه. همینجا به هموطنان میگیم بگم که من این موضوعات خیلی فشرده اینجا میگم رد میشم، اما بحث مفصل اینو مجدد خودم تو به صورت فیلم ویدیو تنظیم میکنم که در یوتیوب قرار میدم که نزدیک 3.5 تا 4 ساعت میشه.
برای روشن شدن موضوع اول اشاره به تولد داعش و اینکه رهبر عقیده آنها کیه و چطوری شکل گرفته و سپس به نقاط مشترک و عملکرد این دوتا با هم اشاره میکنم. تولد داعش در عراق و چگونگی تأسیس دولت اسلامی عراق که بعدا تبدیل به عراق و شام شد. گروه جماعت توحید و جهاد در اوائل سال 2004 پس از حمله آمریکا به عراق به سرکردگی ابو مصعب زرقاوی تشکیل شد که در آن زمان ابو زرقاوی با اسامه بن لادن سرکرده سابق القاعده بیعت کرد که این گروه تبدیل شد به شاخه القاعده در عراق که با گسترش عملیات هایی که داشتن به قدرتمندترین گروه تروریستی در منطقه در توی کشورهای عربی تبدیل شد تا اینکه آقای زرقاوی در تاریخ 7 ژوئن 2006 در یک عملیات نظامی در شمال شهر بغوبه کشته شدش. بعد از اون بعد از زرقاوی ابو حمزه المهاجر یا ابو ایوب مصری به عنوان جانشین زرقاوی انتخاب شد. بعد در تاریخ 15 اکتبر 2006 نشست بین گروه های مسلح ضمن توافق پیمانی به اسم متیبین. در مورد پیمان متیبین باید توضیح دادن که پیمانی بود که عهد و پیمان کرده بودن که اینهای به سر یک نقاط مشترک و مبارزه کردن در عراق با هم به تفاهم رسیدن که بعد تحت یک سازمان یا گروه که تبدیل شد به اسم همون دولت اسلامی عراق چیز شد که مجلسشون بود مجلس شورای مجاهدین در عراق هستش در واقع که این اتحاد و پیمان بین گروه های مجلس شورای مجاهدین که متشکل از ارتش فاتحان سربازان صحابه گردان های یاران توحید و سنت شکل گرفت که در همین نشست بود که ابو عمر بغدادی به عنوان رهبر انتخاب شد و همونجا اسم سازمانشون هم گذاشتن نام دولت اسلامی عراق که این اسم جدید بود که انتخاب کرده بودن و ابو حمزه رو به عنوان وزیر جنگشون انتخاب کردن که عملیات‌های زیادی ابو عمر بغدادی و ابو حمزه به عهده گرفتن تا در تاریخ 19/4/2010 پس از یک درگیری شدیدی که در منطقه سرسار نزدیک شهر تکریک این دو هم کشته شدند. پس از 10 روز مجلس شورای دولت اسلامی همون شورای مجاهدین ابوبکر بغدادی به عنوان جانشین ابو عمر و ناصرالدین الله سلیمان به عنوان وزیر جنگ به جای ابو حمزه انتخاب کردن. عملکرد و کارکرد این سازمان بر اساس فتوای ابن تیمه هستش که خودشان استناد میکنن به ابن تیمه. ابن تیمه اسم اصلیش از احمد بن عبدالحلیم بن تیمه هرانی که در سال که در تاریخ 22 ژانویه 1262 به دنیا اومد و در تاریخ 28 سپتامبر 1328 فوت کرد. به فقیه یا رهبر حلبی سلفی رو مبتکر و بنیانگذاری کرد و بنیانگذار نظریه فرقه وهابیت هم ایشان هستش همین ابن تیمه. زرقاوی که همواره تو فتواهایی که میدادش و یا خود همون ابوبکر بغدادی همواره به های ابن تیمه استناد میکنن و ابوبکر بغدادی خودش رو دنبال رو ابن تیمه میدونه و به شدت ضد مسلمانان و شیعیان حسن و مسیحیان و اینقدر معروفند به اصطلاح به تندروی و وحشیگری و سختگیری که دیگر گروه های سلفی و از جمله جبهه النصره که شاخه رسمی القاعده در سوریه هستش با این چیزاشون در تضادن، موافق نیستن با این عمل کرده ابوبکر بغدادی که در فوریه 2014 امین‌الظواهری که رهبر القاعده هستن رسما هر گونه انتصاب این گروه به القاعده رو رد کرد و میگفت دولت اسلامی عراق
گروه سلفی و جهادیه و هدفش اجرای شریعت اسلام و احیای خلافت اسلامیه که مال 1400 سال قبله. عبد بغدادی که رهبر گروه دولت اسلامی عراق بود، بعد از اینکه تو عراق فعالیت شروع کرد و با جبهه النصر مقدار اختلاف پیدا کرد، فعالیتش گسترش داد و گفت تا شام ما میخواییم. اول حرفشون این بود که میخواد با جبهه النصر به اونها بپیوندن، با هم یکی بشن که این عملیاتشون رو بتونن تا سوریه و جاهای دیگه گسترش بدن. و اول توافق اولیشون انجام گرفته بود که بعدن اسم این گروه تبدیل شد دولت اسلامی عراق و شام، که با مخالفت ابو محمد جولانی رهبر جبهه النصر مواجه شد که این اختلافاتشون دیگه اینقدر زیاد شد که با کشید به القاعده، یعنی در واقع به از شاخه های القاعده تبدیل شد با خود القاعده تضاد بودن و اینا، که این اختلافاتشون خیلی عمیق بودش، خیلی چیز داشتن با هم دیگه. دیگه ابوبکر بغدادی یک سری درگیری‌های داشتن با القاعده و با القاعده سوریه، یعنی با جبهه النصر که بر علیه هم می‌جنگن، و همینطور با ارتش آزاد سوریه، که این اختلافاتشون هم بیشتر سر نقاط اصلی اختلافشون، یکیش بر سر اولین اختلافشون مربوط به محدوده اختیارات جهادی گروه زرقاوی یا همون ابوبکر بغدادی میشه. مسئله محوریشون که هست اینه که اجتناب از ریختن خون مسلمانان و کوچک شمردن قتل غیر نظامیان و مردم بیگناه به بهانه جنگ با آمریکا و در عملیات جهادی و جنگی که گروه زرقاوی انجام میده، مثل بمب‌گذاری ها، عملیات های انتحاری تو مجامع عمومی و بازار و بخش های مسکونی و به اصطلاح بر علیه افراد غیر نظامی و بیگناهان رو میکشه و یا گروگانگیری میکنه و یا اعدام های دست جمعی که از مردم عادی و یا اسیرهایی که از ارتش و غیره میگیره، که یکی اولین اختلاف اصلیشون با جبهه النصر و القاعده و ارتش آزاد سر اینه. دومین اختلافشون مربوط به تعیین دشمن واقعیه، که القاعده گروه گروه ظواهری شیعه رو دشمن اول و اصلی خودش نمیدونه و عموم شیعه رو تکفیری نمیدونه، در حالی که ابوبکر بغدادی شیعه ها رو، مسیحیان و اینا رو دشمن اصلی خودش میدونه، یک براش اینا هستن. و همینطور گروه دوم اختلافی که داشتن، گروه های القاعده، جبهه النصر و ارتش آزاد هدف اصلی خودشون حمله به تجمع نیروهای غربی میدونن، برخلاف گروه زرقاوی که همه رو کافر نمیدونن. خب این موضوع گیری خصمانه ایه که این ابوبکر بغدادی با شیعه ها به خصوص داره. همین ازدواری از هر گونه رابطه و وابستگی دولت اسلامی عراق و شام با القاعده رو به شدت تکذیب کرده. آقای صبحی، فکر کنم شما سوالی برای من فرستادید. بله، یکی از دوستان به نام جورج سوال کردن، اگر میخواین من الان بگم، اگر نه که بعدا بپرسم ازتون. میتونیم وسطای بحثی مقدار بحث پیش ببرم بعد بپرسیم. که بفهم. خواهش میکنم. رهبری داعش، ابوبکر بغدادی که بخوام مختصری از خودش بگم کی هستش، ابوبکر بغدادی اهل عراق، یک فردی بسیار جاه طلب و آرزوی بلند پروازانه که در سر داره، استفاده از کلمه دولت اسلامی شام عراق به این چیز به این گروه به این خاطر داد که تاخت و تاز گروه داعش رو تا سوریه کشیدش و آشکارا هم در اونجا به اصطلاح این جبهه النصر ارتش آزادی رو به چالش کشیده، که القاعده به شدت با این مسئله اختلاف دارن و نمیخواد به اصطلاح با هم دیگه کار کنن، بخاطر همین اختلاف تو اختلافی که در اول قید شدش. اما مروری بر عملکرد سازمان مجاهدین در این 11 سال گذشته در عراق، سازمان مجاهدین در طی این 11 سال با اکثر گروه های تروریستی و مخالف دولت قانونی عراق همکاری های خیلی تنگاتنگی داشتش، از جمله با سران حزب بعث
یعنی به طور مشخص عزت ابراهیم و دیگر سران تراز اول حزب بعث و دو صدام حسین در ارتباط بودن و هستن و ملاقات های هم داشتن. خب در 11 سال گذشته پروژه های زیادی داشتن که در یکی از بحثان من یک سری از عمل کردهاشون رو توضیح داده بودن به هموطنان، حالا که اینو بعدا باز بیشتر توضیح میدم. پروژه های زیادی داشتن برای که برای دخالت در امور عراق که تلاش میکردن که بتونن تا اونجا که میتونن تفرقه بندازن و اوضاع داخلی عراق رو به هم بزنن و همچنین دست دادن به تشکیل یک سری انجمن و احزاب به اسم عراقی ها و حمایت کردن از گروه های خاص تروریستی در عراق و در برنامه های تو کارنامه خودشون دارن. تو همین سالهای تقریبا 2003 بود که سازمان مجاهدین با خیلی از گروه هایی که اونجا تازه تشکیل داده بود یا تشکیل شده بودن ارتباط خوبی داشت. تعدادی از فرماندهان و سران این گروه ها رو با عنوان با پوش این که مهندس برق یا مهندس جنراتور دلال خرید و فروش و یا تهیه کننده مواد غذایی و غیره رو یا تحت پوش کارگر یا تحت پوش تیم های ورزشی استفاده میکرد به قرارگاه اشرف میآورد و این افراد رو برای مدت اونجا نگه میداشتن، بهشون آموزش های مختلف میدادن، مثلا به عنوان تیم فوتبال روستای البوبالی که شیعه هستن، در صورتی که روستایی که صد خونوار بودن که اصلا تیمی به آنچنانی نداشتن که بخوان تیم فوتبال معروف یه چیزی باشه. خب اینا رو تحت این پوش می آوردن، بعد میگفتن اینا در اینجا اردو دارن، مدت اینا رو نگه میدادن، آموزش مختلف بهشون میدادن و بعد برای این که نیروهای سازمان مسئله دار نباشن میگفتن خب ما با همدیگه مسابقه دوستانه میدیم. بعد تیمایی که ترکیب میدادن میومدن مخلوط میکردن، مثلا 7 8 تا از اون گروهای که آوردن اونجا به اسم فوتبالیست اونا میذاشتن، 7 8 تا بچهای خود سازمان میذاشتن، بعد این یکی تیم باز همینا چند تا از اونا میارن تو تیم خود بچهای قرارگاه و چند نفرم از بچهای خود قرارگاه، یعنی چنین مخلوط میکردن. گفت نه، بعد توضیحشون هم این بود که این تیم ها در حال اردو هستن، اومدن برای آمادگی برای مسابقات داخلی خودشون نیاز دارن، میان اینجا با ما برای اردو. حالا ضرب المثل معروف از میگن موتیجه کل پاچش چی باشه، سازمان مجاهدین خودش چی بود که تیم ملی داشته باش که تیم فوتبال آنچنانی داشته باش که و تیم فوتبالش بخواد اردو بذاره برای این تیما که میان اونجا. خب تو همین چیزا بود که به عنوان مثال یکی از فرمانده های عملیاتی که زیاد به ساتو سادوتو سازمان میامد و میرفت تحت عنوان مهندس تعمیرکار جنراتور میامد و میرفت، تو همون اشرف سابق در یک عملیات که بعد از عملیات در منطقه بلد، یعنی بعد از پل سندیه، بعد از عملیات به طرف شهر بلد که داشتن، اونجا بعد از عملیات توسط ارتش آمریکا درگیر شدن و از پا در آوردن، زدن اینو کشتنش و اونجا که کشته شده بود خب آمریکایی‌ها اینو شناساییش کردن، همون دیدن همون فردی که تحت عنوان تعمیرکار جنراتور تو قرارگاه زیاد تردد شد میامد و میرفت، که به همین خاطر سازمان مجاهدین از طرف ارتش آمریکا مدت زیادی مورد بازخواست قرار گرفت و برای سازمان گران تموم شد و تو این مدت خب برای آمریکایی که قبل از سیطره‌های مجاهدین تو جاده که به سمت قرارگاه اشرف می‌خواست بیاد ممانعت می‌کرد، ممنوع می‌کرد، نمی‌داشت که افراد دیگه تحت این پوشا بیان، تا اینکه تونستن دوباره اینا چهره‌هاشون رو تغییر بدن و تحت پوشای مختلفی دیگه بخوان بیارنشون. و یه مورد بعدی حمایت از معاون سابق رئیس جمهور عراق طارق الهاشمی بود که به دلیل کارهای تروریستی که داشت که در حال حاضر هم فراری هستش با مریم رجبی ملاقات داشت، که اگر شما لطف کنید اون عکسای 5 و 6 آقای سربی نشون بدید، اونجا طارق هاشمی سرکرده یکی از باندهای تروریستی در عراق بود که یک سری از کارهای تروریستی انجام داد که وقتی که لو رفت فرار کرد رفت ترکیه، بعد از ترکیه به یک سری از کشورهای عربی مثل عربستان و قطر اینا رفت، بعد سازمان مجاهدین از طریقای لابی هایی که داره مثل استیونسون تو بروکسل کنفرانسی تشکیل داد که طارق الهاشمی هم دعوت کرده بود، که دولت بلژیک به خاطر اینکه طارق الهاشمی تحت تعقیب بود در 25 مهر همین امسال از کشور بلژیک اینو اخراجش کرد آقای طارق الهاشمی رو،
که به خاطر کارهای تروریستی و چیزایی کرده و پیگرد قانونی داشت طریق دولت عراق، گفت این فرد غیر قانونی نمیتونه باشه. خب دوباره با همین فرد یک با دنبک دستگاهی که چیز کردن یک چیزی درست کردن به اسم بنیاد اروپای آزادی. عکس شماره 7 هم اگه آقای سوبلوت کنید نشون بدید، این همین لابی استخدامی سازمانه که تو پارلمان اروپا بودش، آقای استرون استیونستونه که سازمان مجاهدین آمد اینو با دبدبه و کبکبه این چیزا کردش رئیس بنیاد اروپای آزادی عراق در پارلمان اروپا. حالا این چه ربطی به عراق داره؟ باید دیگه خب سازمان مجاهدین و مریم رجبی بیاد جواب بده. خب رهبری سازمان مجاهدین و شخص خود مریم رجبی از آب‌های آلوده‌ای که آب‌های گل‌آلودی که تو عراق و سوریه پیش اومده می‌خواستن خوب ماهی سید کنن. خب تو همین رابطه حتی لابی‌های اروپایی خودشون که تو پارلمان‌های مختلف دارن روی این مسئله چیز کرد که اجلاس چهار جانبه یا سه جانبه، چهار جانبه یا پنج جانبه مثلا با سناتورهای آمریکایی، سناتورهای اروپایی و بحثی‌ها و سنی‌های افراطی که چه از عراق، چه از اردن و چه از سوریه تحت عنوان ارتش آزاد سوریه و یا تعدادی هم که مال جبهه النصر بود اینا رو آورده بود اونجا، جبهه‌های به اصطلاح اجلاس‌های چند جانبه انجام می‌دید که تماما هدفشون برای با این بود که خط نفاق و جنگ طایفه‌ای تو عراق پیش ببرن و تو کارهای عراق دخالت بکنن و سنگ اندازی بکنن، به خصوص در انتخاباتی که در عراق بود و برای انتخابات نخست وزیری و مجلس نشین بود که تا اونجا که تونستن از طریق این احزاب افراطی که تأمین مالشون میکردن و پشتیبانی به لحاظ پشتیبانیشون به لحاظ نشریات یا تبلیغات که تو بلاد بروشور و اون چیزا تهیه میکردن یا نوشتجاتی که میکردن، یعنی در کل از هیچ کمکی دریغ نکردن به این احساب و این چیزها که بخوام اینها این کار بکنن و از این برم به این احزاب و گروه های افراطی کمک میکردن که اونا رو هر گونه بمبگذاری یا چیزی که میشد بر علیه شیعان و اونا رو میکشتن. و خب سازمان مجاهدین هم با بی‌وقاحتی از کار اونا دفاع میکرد و میگفتش که اینها برای چیز می جنگن به اصطلاح مالکی و رژیم جمهوری اسلامی ایران. خب باز همه با همین طارق الهاشمی اینا رفتن تو خارجه گشتن، یک آخوند عراقی پیدا کردن به نام رافعی که با کلی هندوانه زیر بغل دادن این آقای رافعی به نام مفتی اعظم عراق اول معرفیش کردن، بعد کردنش علامه دکتر و این القابایی که همیشه سازمان مجاهدین میاد برای همه استفاده میکنه اینها رو چیز کردن و آمدن از زبان این آقا که اگر شما لطف کنید آقای سوریون عکس شماره 8 و 9 نشون بدین، از زبان این علامه دکتر رافعی مفتی اعظم عراق اینطوری دارن چیز میکنن، بیان میکنن. این آقای مفتی اینطوری میگه در یک پیام تلویزیونی درباره، اما نمیگن کدام تلویزیونی، فقط میگن در یک برنامه تلویزیونی این آقای دکتر یا مفتی اعظم گفته جای تعجب و شگفتی است انقلابیون آزاده را به وابستگی به گروه های تروریستی مثل داعش متهم میکنن. یا اینکه میگه اینها داعش نیستن، اینها آزاد مردانی هستن که از ظلم و ستم مالکی به سطوح آمدن و حکومت مالکی و همپیمانانش برای ایجاد اختلاف میان فرزندان شهرهای آزاد شده و انقلابیون تهمت وابستگی به تروریست با آنها میزنن. یا همین آقای مفتی میگه آزادسازی موصل و تکرید و محاصره کرکوک را مبارزه برای رهایی ملت عراق به ویژه سنی از ظلم و ستم مالکی توصیف میکنه. خب خیلی واضح بود که این جنایتهایی که اینها در موصل کردن دیگه تمامی رسانه‌های بین المللی همه اینها اومدن گفتن که آقا نه اینا داعش هستش که داره این جنایت ها رو انجام میده. بعد سازمان خب به اینها رو اونطور که میخواد خرجشون میکنه و بیان میکنه و اینها رو باید بگن که بله همون چیزی که هست اینا داعش نیستن و اینا مبارزین و انقلابیون عشایر عراق هستن که حالا تو ادامه بحثم بیشتر به این مسئله میپردازیم.
آقای صبری، شما اگر میخواید این سوال رو بگید تا من وارد بحثای چیز میشم، ممکنه دیگه این بحثا رو نخوام قطع کنیم بهتره. شما اگر لطف کنید اون سوال رو بخونید من جواب میدم. بسیار عالی، ممنونم از آقای جورج که قبلا هم تماس میگرفتند و سوال میکردن از دوستان. ایشون یه مقداری از شما تعریف کرده که نوشته ها و تحلیل های شما در مورد سازمان مجاهدین خوب هست و ایشون دنبال میکنه. سوالی که از شما دارن اینه که چرا آقای کرمی و دیگر دوستانشون که جدا شدن از مجاهدین شکایت نمی کنن بر علیه رهبران مجاهدین و اونها رو به دادگاه نمی برن؟ البته بارها این پاسخ رو دادیم، اون ماجرای می گفتن ماجرای بیرون نرفتن بی بی از بی چادریه، مسئله مقایسه نداشتن پول شما با پولهایی که سازمان داره و ما میدونیم سیستم این کشورها با وجودی که ادعا میکنن دموکرات هستن ولی دادگاهاشون معمولا کسی برنده میشه که پول داره، پول بیشتری میذاره و به همین خاطر بعضیا از شکایت صرف نظر میکنن. ولی چون این سوال از شما شده، لطف کنید شما پاسخ بدید که چرا شما و دوستانتون از رهبران مجاهدین و این سازمان شکایت نمی کنید. خواهش مونم، من به دوست عزیزمون جمعتشون و همچنین شنوندگان عزیز توضیح بدم. حتی همونطور که اشاره کردید من قبلا هم روی این مسئله توضیح دادم خودم. خیلی واضح ما البته اینجا پرونده تشکیل دادیم، شکایت کردیم، اما یک واقعیتی وجود داره که در مقابل هیئت وکلای 12 یا 18 نفره سازمان مجاهدین که تمام وکلای درجه 1 و بین المللی هستن، متوانه و قدرت این نداریم که بخوایم یک چنین هیئت وکلای تشکیل بدیم که بتونن در دادگاه با اینها به اصطلاح پا به پا برن و از حق ما دفاع بکنن. خب یکی از این دادگاهاشون بود که مربوط به آقای نراقی خدا بیامرز بود. سازمان مجاهدین با 12 وکیل تراز اول اینجا شرکت کرده بود. خب آقای نراقی خودش یک وزنه سیاسی خیلی سنگینی بودن که یونسکو پشت قضیهشون بود و یونسکو تاییدشون میکرد و گفته هاشون. به همین خاطر تو اون دادگاه آقای نراقی یک به خاطر اینکه خودش وزنه سیاسی سنگینی بود و سازمان ها و مراجع بین المللی خیلی زیادی ایشان رو میشناختن، تونست به اون دادگاه پیروز بشه. اما ما افراد جدا شده نه چنین توان مالی داریم و نه میتونیم وکیل این تعداد وکیل انتخاب بکنیم که بتونیم با وکایل اینها، با وکیلی که دارن تو دادگاه های اروپا با اینها پا به پا بریم. یک واقعیت هم همونطور که شما اشاره کردید وجود دارد در دادگاه های اروپا، علارغم که میگن مستقل هستن، علارغم این که بیان میشه آزادی بیان هست و حق حقوق همه چیز میشه، چنین چیزی نیست. اینجا این وکلا هستن که پیش میبرن. من اگه بخوام برم اینجا از وکلای مجانی استکان و وکلای درجه دو میدن که این وکلای درجه دو با چش خور رفتن همون وکیلا خودشون در جا میزنن، نمیتونن پاواشون بیان. و خیلی ساده است، ما به خاطر اینکه پشتیبانی مالی ها کسی از این نداریم پشتیبانی مالی ما را انجام بده. ما برای یک برنامه که میخوایم 2 ساعت انجام بدیم کلی برنامه های باید برنامه این برانور بچینیم، کلی بودیم که بتونیم با یک خط اینترنتی ضعیف که بعضا هم میریم توی محلهای عمومی استفاده میکنیم بتونیم 2 ساعت برنامه اجرا بکنیم. چنین توان و قدرت مالی نداریم که از پس این مسئله بر بیاییم. اگر یک زمان دادگاهی پیدا بشه که بخواد به این جنایت هایی که تو سازمان مجاهدین اتفاق افتاده تمامی دوستان من که در اروپا هستن تماما بدون استثنا شرکت میکنن، یعنی بیش از 70 الی 80 نفر حاضرن در این دادگاه شرکت کنن، اما ما به خاطر وضعیت مالی نمیتونیم خودمون مستقیم یا به صورت فردی حتی وارد این مسئله بشیم. بسیار ممنونم. اجازه بدین دنباله همین صحبت شما برای دوستان بگم که قبل از اینکه ما بریم روی اِر، شما من گفتید شماره تلفن اینجا رو بدم اگر احیانا اینترنتتون قطع شد بتونید حداقل با تلفن تماس بگیرید، یعنی برخلاف اون تهمت هایی که سازمان به شماها میزنه که
به جمهوری اسلامی ربط دارید و بودجه های آنچنانی بهتون میدن و اینها، شما همین اینترنت رو هم با شک و تردید به اصطلاح برنامه و ادامه میدید که آیا قطع میشه یا هست. در اصل من اون شماره تلفن رو هم در زیر اسکایپ براتون نوشتم. خب بفرمایید به دنباله صحبتاتون ادامه بدید و باز هم به دوستان یادآوری میکنم اگر پرسشی دارن بپرسن یا اگر نظری دارن مطرح کنن تا پاسخ داده بشه یا نظرشون رو در برنامه اعلام کنید. بفرمایید. خواهش کنم. من فقط یک نکته اینجا اشاره کنم آقای سوری، من حتما تو یکی از برنامه ها میام تو این رابطه که اینایی به اینجا وابسته هستن به اونجا وابسته هستن، پروسه‌ای که برای خود من در عرض این 4 سال تو فرانسه اتفاق افتاد بدون پرده برای همه هموطنانم میزم، خب تا همه بدونن بر ما چی گذشت و چطور ما سر پای خودمون هستیم، حاضر نشدیم در مقابل سازمان علارغمی که چندین و چند بار پیام فرستاد حاضر نشدیم سهم خر کنیم و به قول خودشون بله حاضرشون تو خیابان زندگی بکنیم اما آقای خودمون باشیم. خب ادامه بحث رو من شروع میکنم. خب موضوع بعد در همون راتوی که گفتیم در ارتباط کارهای سازمان مجاهدین خلق و داعش رو داریم با هم مقایسه میکنیم و عملکردش بلاد ارگانیک و این چیزها رو داریم پیش میبریم. خب عملکرد یک سال اخیر سازمان مجاهدین در عراق که تبدیل به بلندگو تبلیغات عربی یا غربی شده چی هست؟ زمانی که آشوب‌ها و حرکت‌های تروریستی دولت اسلامی شام و عراق که من از این به پس اسم این دولت شام و عراق همون داعش میگم چون که همون سریع‌تر چیز بشه همین هموطنانمون هم دیگه به راحتی همه میدونن منظورمون چی هسته، که در عراق شروع شد و سازمان مجاهدین تمام تلاش خودشو میکرد که این اقدام که داعش داره در عراق انجام به اسم گروه‌هایی که با اونها رابطه داره و کار میکنه به اسم اونها به ثبت برسونه، مثلا تحت عنوان انقلابیون عراق، شورای نظامی کل انقلابیون عراق، انقلابیون موسل، انقلابیون عشایر عراق، عشایر مسلح، شورای نظامی انقلابیون، جنبش انقلابیون و غیره اسمی برد. تمامی این جنایت هایی که در این یک سال اخیر توسط داعش در عراق انجام شد به ام سازمان مجاهدین به اسمهای مختلف داشت اینا رو اسم میورد و بیان میکرد و اطلاعیاتشون رو میداد و تکثیرشون میکرد و میخواست داعش از این جنایتی که داره در عراق انجام میده به اتفاق میفته میخواست اینا رو مبرا بکنه از این جنایت، حاضر نبود اسم داعش رو بیاره که بگه داعش داره این کار انجام میده. دیگه به نقطه رسید وقتی که تمامی ارگان‌های بین المللی و حقوق بشری و سازمان امنیت سازمان امنیت دبیر کل سازمان ملل و تمامی دولت‌های غربی که این جنایت داعش رو محکوم کردن موضع‌گیری شدیدی کردن، اون موقع سازمان مجاهدین اومد لفظی یک نقطه اشاره میکرد که ما محکوم میکنیم. خب سوال اینه چرا سازمان مجاهدین جنایت های داعش رو رسما به عنوان این همه که اطلاعیه و ابلاغیه بر علیه جدا شدن چرا به عنوان یک چیز رسمی ثبت نکرد نداد بیرون؟ چرا سازمان مجاهدین لفظی محکوم میکرد اما حاضر نمیشد یک اطلاعیه رسمی دار با آرم و رسم سازمان یا شورای ملی مقاومت بیرون بده؟ البته این حرکت و عملکرد سازمان معنی مشخصی داره. وقتی که جنایت های این گروه وحشی محکوم نمی کنه به اسم گروه بقیه سازمان و انجمن ها داره به اسم اونا میذاره و میگه اینا مردم هستن اون نیستش، و یا میره یک آخوندک رو پیدا میکنه میاره از زبان اون میکنه تبدیلش میکنه به مفتی بعد میگه که از زبان اون داره پیام ها رو این چیزها رو میده، خب هدفش چی هستش؟ خب خیلی واضحه چون که سازمان مجاهدین خود از جنس همین جنایتکارهای داعش، اختلافی که با داعش داره سر ایدولوژیشه که اینها میگن اسلام ناب، اسلام انقلابی، اونها سلفی هستن و امام و رهبرشون ابن تیمه هستش و تنها اختلافشون در اینه که اونها
با اون چیز وهابیت دارم چیز، اینا با اسم اسلام انقلابی و هر دو به اسم خدا میخوان احکام خدا رو اجرا کنن. اون میگه من احکام شریعت اسلام میخوام اجرا کنم، میگه من احکام قرآن میخوام، یعنی صادق امجاد میگه من احکام قرآن میخوام اجرا بکنم. بعد حالا چطور معلوم نبود که این خانوم مریم رجوی یا قجر ازدانلو میخواست بره در کنفرانس انگلیس در طور دموکراسی در اسلام صحبت کنه. خب الان هم که اینا دارن تلویر این موضوع گیری رو میکنن، به خاطر شرایط و جو سیاسی ضد داعشی بود که دیگه همه جا تو بوق و کارنا رفته بود، مجبور شدن موضوع گیری های تلویر موضوع گیری بکنن و ازش توش بخون بگذرن. خب اونم دیگه مجبور بودن که حمایت علنیشون از داعش رو بخون مقداری ماسمالی کنن. اما یک واقعیتی هستش که اگه بخوایم به یک مثال بزنم به ریشه اصلیش که برگردیم کنیم چقدر این دو تا به لحاظ ماهیت ایدئولوژیک با هم دیگه دارن یکسان هستن و یک چیزی هستن، به عملیات 11 سپتامبر میخوام اشاره بکنم که خود شخص رجوی اون موقع تو نشست چطور علنی داشت از اینا حمایت میکرد. تابستان سال 1380 یا همون 11 سپتامبر 2011 بود که تمامی قرارگاه های سازمان مجاهدین برای نشست های معروفی جمع شدند به قرارگاه باقرزاده که برج های دوقلو توسط القاعده منهدم شد، که همون القاعده همون داعش های امروز هستند دیگه، یکی بودند دیگه. اون موقع که پیش به نوعی هم زرقاوی اول با بن لادن بیعت کرده بود دیگه، با هم اختلافشون جدی سر بیشتر کشت و کشتار مردم هستش اینا. بعد که 11 سفر هم این دوتا برج دوقلو نیویورک منفجر شدش، به فرمان شخص مسعود رجوی دستور داد که چندین و چند روز این تیکه که برج داره منفجر می شوره و اتفاقی که اونجا داره می افتن تقریبا یک رو بیست دقیقه که ضبط کردن، چند روز و چندین بار اینو نشون می دادن که تو این ردیف های اول دوم که تمام سران نشسته بودن با سوت زدن و هلهله و تحسین کردن و شادی و این چیزا بودش، که مسعود رجوی بین برگشت این جمله رو به کار میگرد، میگفت بنازم به این اسلام که در شکل ارتجاعی چنین میکند. ببین حال اگر اسلام انقلابی باشد یعنی سازمان و مجاهدین چه کار میکند، چون که اینا به وهابیون و همون القاعده و سلفی ها و حنفی و به اینها میگن ارتجاعی، خودشون انقلابی میدونن. مثلا علت این حمایت و فضیلش آن فضا و خوشحالی در سالن قرارگاه باقرزاده در همون سال ختمش مسلحانه سازمان و خشونت طلبیش رو داشت به اصطلاح جوهرش نشون میداد. یاد اگر توجه کنید در تمامی سروده های سازمان همش از انفجار و بمب و کشتار و کشتن و خشونت و قریب تفنگ و لوله و نارنجب و این چیزاست که داره ستایش و تقدیس میشه. از این برم با شنیدن هرچی اخبار بره که از گلوله و انفجار و بمب و این چیزا که میاد، سازمان به این شکل میاد و سپتان میبینیم واکنش مثبت نشون میده، و یا در عراق اون همه کشت و کشتار میکردن واکنش نشون مثبت نشون واکنش مثبت داشت نشون و میگفت اینها مبارزین و عشایر مبارز هستن. خب این که میاد اینطور کار القاعده که اون زمان اتفاق افتاده اینطور ستایش میکنه میپرستتش، خب فقط اختلافشون در ظاهره، یعنی به رنگ روی رنگ لعابیشی که این میگه اسلام انقلابی، اون میگه ما با ابن تیمه و طبق فتوا اون داریم عمل میکنیم. در واقع همش همون تفکراتشون خشونت و کشتار و این چیزا. تو قرآن که تفسیر کنیم تو هر دوتاشون هم تقریبا یکی دارن تفسیر میکنن، تفسیر سازمان مجاهدین از کشت و کشتار و خشونت و خونریزی اینه، تفسیری که اونان دارن باز همینه. خب موضوع بعدی این بود که سازمان مجاهدین خلق در زمانی که داعش در حال پیشروی تو شهرهای عراق بود، که دو شهر بزرگ موصل و تبریز صعود کرده بودن، سازمان مجاهدین خیلی جذب زده شده بود، تمام ملاحظات سیاسی هم کنار گذاشته، با تمام عیار تو رسانه هاشون یا رسانه های وابسته و رسمی خودشون اخبارهای اون روز عراق رو داشتن انتشار میدادن.
آقای لطفی، آقای سوربی، شما لطف کنید عکس شماره 10 تا 21 رو نشون بدید. من به ترجمه تو توضیح دارم میدم، هموطنانمون خیلی خوب اینا رو میبینن. خب این عملیات های اون روزه که اینطور داعش داشت قتل عام میکرد، میکشت اسرای ارتشی و اینطور داره به تیر خلاص میزنه، میکشه، پرچم لالالا رو دستشون گرفتن و اون چیزا، این کار داره میکنه. بعد این داره بخاطر اون جو زدگی که گرفته کشو این چیزا، که آره همین این روزاست که کلیه شهرهای عراق سقوط کنن و این چیزا که حالا بیشتر تو بخشای دیگه توضیح میدیم، اینا رو داشت به این اسم مصادره میکرد و جو زده شد و تمامی ملاحظات رو گذاشته بود کنار و داشتن در صدر اخبارشون قرار دادن و بیان میکردن که به گوشه از اخبار و انعکاساتی که تو رسانه‌های سازمان بود توضیح میدن. یا تحت عنوان شورای نظامی کل انقلابیون عراق، آنچه احمد خلف پیشنهاد کرده آن را ننگین و مشکوک توصیف میکنه. یا ادامه میده انقلابیون عراق بخش وسیع از موصل را تصرف کردن و فرماندهان امنیتی مالکی را فراری دادن. شورای نظامی انقلابیون عراق مالکی به دستور اربابش رژیم ایران عمل میکنه. درگیری عشایر مسلح عراق و نیروهای مالکی در رمادی. شورای نظامی کل انقلابیون عراق میگه هر ابتکار عملی که در خدمت رژیم و مالکی باشد رد میکنیم. یا باز توی یکی از اکسات میگه افراد مسلح عراقی از سربازان محاصر شده در یک پادگان نظامی خواستن که خودشان را تسلیم کنند. فراخوان انقلابیون عراقی به تظاهرات بزرگ در اولین جمعه بعد از عید فطر تحت عنوان سپیددم آزادگان. و یا باز تحت همون عنوان فراخوان شورای نظامی انقلابیون عراق میگه تسخیر شهرزاد تحلیفر و فرار یگانهای ارتش مالکی از سایر شهرها و استانهای نینوا. عشایر عراق تونستن که تسخیر کامل شهر موصل رو انجام بدن. تسخیر موصل و شکست تکان دهنده مالکی. پیشروی گروه های مسلح در شهرستان هویجه. در صورتی که هویجه شهرستان نیست، یک روستای بزرگیه که خب سازمان الان اومده به خاطر که خبرشو بزرگ کنه میگه شهرستان هویجه. ما نمیدونم از که یک روستای 100 خانوار میشه شهرستان. تسخیر کامل منطقه عظیم عراق توسط نیروهای مسلح. سقوط موصل یک سیلی به تلاشهای دولت بغداد. دولت مالکیات به آلترناتیوی دیگری دارد. مردم موصل میگویند شهر نجات یافته و آزاد شده است. جنگجویان عراقی به سمت جنوب با هدف رسیدن به بغداد در حرکتند. خب اینها مشتی از خروار بود که رسانه‌های سازمان مجاهدین در رابطه با جنایت‌های گروه وحشی داعش شبانه روز در رسانه‌های رسمی و وابسته به خودش از مقر فرماندهی اوبرسورواز توی فرانسه داره فرماندهی میکنه و انعکاس میده. خب همین ریل رو در رابطه با بخش داعش در سوریه داشت انعکاس میداد، در حالی که هیچ رسانه‌ای تو جهان نبود که بحرانی که تو عراق به وجود اومده رو بحران دولت و مردم عراق انعکاس داده باشن به جز سازمان مجاهدین. خب خودتون پیدا کنید این وسط پرتغال فروش را موضوع چیه که هیچ رسانه بین الملل و رسمی نمیاد بگه آقا این اختلاف مشکلی که هستش ما بین مردم عراق و دولت عراق هست. اما سازمان مجاهدین همش داره اینو در بوق کارنا میکنه و میگه مردم مبارزین انقلابیون عراقی هستن. خب بعد از چند ماه که از این مسئله میکسره میبینیم که خب دولت من شام عراق و شام که در حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و یک سری از دولت‌های غربی دارن ازشون حمایت میکنن که
در یک ویدئوی خانم کلینتون رسما داره اینو اعلام میکنه. آقای سوربرگر شما لطف کنید عکس شماره 41 که نشون بدین و همینطور من آدرس این یوتیوب که خانم کلینتون داره خودش توضیح میده و نوشته و نویس فارسی هم داره رو در رابطه با همین مسئله داعش و اینو داره اینطور اعلام میکنه. خانم کلینتون میگه داعش رو ما برای تقسیم خاورمیانه ایجاد کردیم و من یعنی خانم کلینتون به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و تبعو با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی عراق و شام بلافاصله پس از تشکیل آن توضیح دهم، اما به یک بار همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت. خب این ویدیو تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعتی میشه. خب هموطنان خودشون مفصل میتونن ببینن. اینم عکسش بود و آدرس یوتیوبش هم که هست دیگه، حالا من اینجا نخواستم با خاطر که کامل وقت بگیره اینا بودن. و اینکه خانم کلینتون میگه یک بار همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت، منظورش انقلاب مصر بود که اون طوری که اونا میخواستن اتفاق نیفتاد و به نوعی دیگه اتفاق افتاد. تو اونا برای مصر برنامه داشتن که این آقای نخست رئیس جمهوری که الان اومده اونجا، اون برنامه انقلابی که اونجا پیش اومد، اونجا فقط برن در توی صحرای سینا استقلال و به اصطلاح تشکیل دولت اسلامی معرفی چیز بکنن، اعلام بکنن و اینا رو هم باشن حمایتشون بکنن، به رسمیت بشناسن جدا از داعش، که یک مرتبه مصر اومد همه چیز به هم ریخت، به فرو ریخت و در توی کشور مصر چیزی دیگه مردم به بار آوردن و نقشه شوم دولت آمریکا رو به هم ریختن. یا آقای اسنودون همون افشاگر پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا تو یکی از مصاحبه‌هاش تاکید میکنه، اینطور میگه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل در شکل‌گیری گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام نقش داشتند و در عملیاتی به نام لانه زنبور گروه داعش را تشکیل دادم. وی همچنین افشا کرد که سرکرده داعش یعنی ابوبکر بغدادی در یک دوره فشرده یک سال زیر نظر عوامل موساد آموزش‌های نظامی و سخنوری را دید و از طرفی هم نشست و برخاست با سناتور آمریکایی همون آقای جان مککین که همگان می‌دونن که آقای جان مککین یکی از جنگ طلبان جناح جنگ طلب آمریکایی است که عکس یادگاری هم با مککین و دیگر سران داعش گرفتن. که آقای صلح شما اگر لطف کنید عکس‌های شماره 1 تا 4 رو نشون بدید که ابوبکر بغدادی با خانومش هستش، بعدش آقای ابوبکر بغدادی در ملاقاتیه که با سناتور جان مککین داره و همینطور آقای جان مککین با ارتش آزاد لیبی در لیبی عکس داره و همینطور در اوکراین با به اصطلاح انقلابیون یا ارتش آزادی اوکراین عکس داره و اینجا هم با سوریه با ارتش آزاد سوریه. گروهی که به پیش از این در سوریه به جنایت زیر دست داده بود توسط ساتمان مجاهدین به اصطلاح به رژیم جمهوری اسلامی یا به سپاه قدس و بشار اسد به اصطلاح میچرخون، میگفت اینا کار اوناست، این اخبار سربریدن ها و اینجایی که مردم سوریه دارن با سر میبارن اینها کار دولت اسلامی همین دولت داعش نیستش و کار دو ارتش آزاد سوریه نیسته، کار جبهه النت، اینا چیزهایی هستن که به اصطلاح عوامل جمهوری اسلامی یا عوامل بشار اسد هستن که دارن انجام میدن. خب اینا سعی میکردن تمامی این جنایت ها رو به اسم دشمنان ثبت کنن که با این وضعیت که پیش رفت ترفندهای رجبی راه خوشا نبود. اخبار دوم اگر ما یا هموطنان اون اخبارهای عراق دنبال کرده باشن متوجه میشن که سازمان مجاهدین تا چند ماه قبل اسمی از داعش یا ارتش آزاد سوریه نمی بود، همش تحت عنوان عشایر انقلابی و نیروهای مردمی غیره یاد میکرد، که وقتی که دیگه همه جا اعلام شد و تمامی مطبوعات و این چیزا تیز کردن دیگه از روی ناچاری سازمان مجاهدین از هر 1000 تا یکی از جنایت های وحشیگری داعش رو میاد انعکاس میده و میگه اینا جنایت کردن.
آقای صحابی، نکته چیزی اگه دارید من در خدمتم. نه بفرمایید شما. با عرض معذرت، خب من تو این قسمت میخواستم عملکردهای مشترک سازمان و مجاهدین خلق با دولت اسلامی عراق و شام داعش رو توضیح بدم. سازمان و مجاهدین خلق که بعد از بنیانگذاریشون، یعنی از بنیانگذاریش دنبال خشونت طلبی و جنگ بوده، جنگیدن بوده، که از سال 1350 با وارد عملیات نظامی شد و عملیات نظامی خودش شروع کرد که تا سال 1355 ادامه داشت، که اول سازمان مجاهدین تماما میگفت کار ما بوده، یعنی مسعود رجوی همیشه تو مصاحبه‌هاش و اینا همیشه میگفت کار ما بوده، سازمان مجاهدین انجام میداده، اما وقتی که رفتن به آغوش باز آمریکا گفتن که نه، ما این عملیات نظامی ما نمی کردیم، جناح مارکسیستی سازمان بوده و غیر ذالک. خب بعد از پیروزی انقلاب، یعنی از سال 57 تا 60، خب سازمان مجاهدین عملیات نظامی نداشت، اما آتش بیاد جنگ بودش. درست بود کار سیاسی میکنن، اما ما که از مسئولین اون موقع بودیم به کررات مسئولین مختلف سازمان تو نشستا میگفتن که ما بالاخره به جنگ نظامی میرسیم با این دولت، یعنی این تو ذهنشون و ایدهش داشتن و برنامه ریزش مسعود رجوی از همون سال 59 برنامه ریزش داشت برای این کار، که متعددن در سال 1360 سازمان مجاهدین دست به عملیات نظامی برد و شروع کرد و شروع کننده جنگ در ایران و جنگ به اصطلاح نظام، عملیات های نظامی تو سازمان ها و گروه سازمان مجاهدین بود که بقیه سازمان و نیروها هم غافلگیر کرد و آنها را در یک کار انجام ناشده، یعنی غافلگیرشون کرد و به یک وادی جنگ نظامی انداخت که هیچ سازمان و گروه سیاسی به جز حزب دموکرات و کمالا که از همون سال 58 جنگیدن، بقیه گروه های سراسری ایران، چون که این دوتا گروه منطقه‌ای بودن، کردها بودن، به غیر از کردها هیچ گروه سیاسی در ایران نمی جنگید، که سازمان مجاهدین همه رو غافلگیر کرد که به جنگ شروع کرد دوباره و خون خون ریزی و راه انداخت. خب الان هم که نزدیک 2800 نفر تو کمپ لیبرتی عراق نگه داشته، فقط با هدف به کشتن دادن این نفرات هست که بخواد به حیات منگین سازمانش در خارج ادامه بده. خب دولت اسلامی عراق، همون داعش، از زمان شکلی به دنبال خونروزی بوده، که داعش از سال 2004 شکل گرفتش، یعنی سازمان مجاهدین از سال 50 یک پروسه شروع کرد و مجدد پروسه دوم از سال 60 شروع کرد، در حالی که داعش از سال 2004، یعنی الان 2004 2010 تقریبا از سال 90 داعش 90 بله از سال 90 داعش شروع کردش، این 4 سال داعش شروع کرده. پس می‌بینیم که باز اختلافی که در اینجا هست، خب داعش 4 سال پیش شروع کرده، اینم به دنبال خونریزی و جنایت تا جایی که میتونه وحشیگری میکنه و مردم عادی از همه تیر از دم تیر میگذرونه و بیشتر هم این کارا رو عکساشونه که انتشار میده. داعش هدفش اینه که رعب و وحشتی که تو مردم به اصطلاح تو دل مردم جا بندازه و جنایتایی که داره میکنه رو تو مردم چیز کنه، به همین خاطر داره عکسارش انتشار میده، فیلم‌ها رو انتشار میده و این یک شیوه تبلیغاتیه برای پیش بردن اهدافش، که مردم میدونن که داعش تو منطقه داره قتل‌عام میکنه، وحشی بازی داره. خب مورد بعدی، سازمان مجاهدین از سال 51 وابسته بودن به هر اجنبی پذیرفته، از سال 51 تا سال 51 وابسته به صدام حسین بودن، کجدار مریض چیز میکردن، بعد از سال 59 مجدد، یعنی تا 57 که دیگه سازمان اومد توی ایران که انقلاب گریز شده بود، دیگه تو عراق به اون شکل چیزی نبودن، که دوباره 59 رفتن تو عراق دفترشون چیز کردن، اونجا باز عامل دست صدام شدن، که دیگه از سال تا زمانی که سال 1881 صدام سقوط کرد، سازمان سرسپردگی مطلق به صدام حسین داشتن، به خصوص بعد از سال 1370 که همون جریان کردکشی سازمان مجاهدین پیش اومد که در منطقه غرب ایران، منطقه قصر شیرین و اون برا خانقین اون برا شروع که به قتل عام کردها کرد و اونجا بود که دیگه صدام حسین 100% بهشان اعتماد کرد.
و همینطور در سال 1365 مسعود رجوی مخفیانه رفت به دستبوس پادشاه عربستان سعودی که سرسپردگی چه با اون چیز کرد، که همون سالها بود که داستان مکه پیش اومد که در اونجا یک سری از زاران ایرانی کشته شدن که سازمان مجاهدین هم در اون کشتار نقشی داشتن. خب بعد از مجددن وقتی که صدام سقوط کرد و اینها به سمت عربستان سعودی رفتن و رابطه هاشون رو چیز کردن که الان با به نوعی سرسپرده و وابسته هستن به عربستان سعودی و بارها بارها به چه به عربستان سعودی، چه به قطر، چه به بقیه کشورهای عربی که در کنار خلیج فارس دارن زندگی میکنن سرسپردگیشون رو به اینا اعلام کردن، گفتن برای هر جنایتی که بخوان اینا حاضرن انجام بدن. همینطور اینا خود فروختگیشون رو به دولت اسرائیل داشتن که اولین ملاقاتشون سال 1399 بود که توسط ابراهیم زاکری انجام شد، که بعدش که 2001 بود که دولت اسرائیل به تمامی نیروهای ایرانی که در خارج هستن از حزب دموکرات، کمله، سلطنت طلب، چپ را تمامی نیروهای و احزاب ایرانی مراجعه کرد، بهشون خواست که با دولت اسرائیل همکاری بکنن. خوشبختانه هیچ یک از این احزاب ایرانی ها حاضر شدن با دولت اسرائیل همکاری کنن، به جز سازمان مجاهدین خلق ایران حاضر شد با دولت اسرائیل همکاری بکنه. همکاریشون هم همین در ارتباط با کشتار دانشمندان هسته‌ای و کنفرانس های تحت عنوان افشاگری هسته‌ای هستش که تمامی این اطلاعات هسته‌ای یا اسرائیل بسته‌بندی شده به اینها میده و اینها میان در کنفرانس های مختلف برگزار میکنن و اعلام میکنن. و این کنفرانس ها هم اگر هموطنانمون دقت کرده باشن میدونن که در مقاطعی که شورای امنیت، سازمان ملل یا این مذاکرات هسته‌ای که داشت پیش میرفت در این زمان بندی ها یا آژانس انرژی اتمی که برنامه داشتن برای ترتیب ایران، تو این زمان بندی ها اینها بسته‌ها رو دریافت میکنن و افشاگری میکنن. خب دیگه از این برم برای همین سیستم صهیونیست یا همون اسرائیل، اینها تحت پوش استراق سم که تجربهشن به حد کافی دارن قبلا برای صدام حسین انجام میدادن و برای اسرائیلی انجام میدن و غلام به حلقه به گوش اینا شدن به خاطر سنار، حالا بیشتر توضیح میدن و چیزهای مختلف اینها براشون کار میکنن. و از این ور خب برای دولت آمریکا که سرسپردگی و چیزشون رو به راحتی انجام به سب رسوندن، که مثلا پس از سقوط صدام حسین بود که مسعود رجوی اون موقع اعلام کرد که صاحبخونه ما عوض شده، صاحبخونمون عوض شده، ما قبلا صاحبخونمون صدام حسین بود، الان دولت آمریکا و ارتش آمریکا هستن و تا جایی که میتونستن باشون همکاری میکردن در انواع اقسام شناسایی ها، شناسایی در گلوگاه ها، در پست‌های بازرسی، ایستو بازرسی شهرها و در تمامی جاها شرکت میکردن و تا جایی پیش رفتن که حتی زنان جوان سازم که تو سازمان مجاهدین بودن برای سربازای آمریکایی کنسرت اجرا می‌کردن و تعدادی از همین زنان که زبان انگلیسی هم می‌تونستن یا زبان شکستوبت می‌تونستن از اونا پذیرایی می‌کردن. که من واقعا آقای سربی شرمم میشه که اینجا بخوام به طور ریز بیان بکنم که سازمان مجاهدین با این زنان که به عنوان ناموس مردم ایران رفته بودن تو سازمان مجاهدین در کمپ اشرف سابق برای به دست آوردن دل آمریکایی که چه کسافتکاری هایی نکرد، که اینجا متاسفانه به خاطر یک سری حریم و حرمت ها نمیشه خیلی چیزها رو بیان. خب سپس هم می‌بینیم که تبدیل میشن به یک دستمال مصرف شده که آمریکا هر وقت میخواد استفاده کنه که میدازشون تو زباله، یا کشورهای عربی هم همینطور. خب دولت اسلامی عراق و شام چی؟ اونا تمام هزینه ها و پشتیبانیاش از کشورهای عربی و خلیج که عربی که در خلیج فارس هستن، دولت ترکیه و چند کشور غربی داره میگیره. ایده و تشکیل این گروه داعش هم که مشخص شده که توسط آمریکا و انگلیس و اسرائیل بوده و زیر نظر افسران اسرائیلی انجام شده.
خب مسعود رضوی در سال 1364 وقتی که با مریم قجر عزیزانلو ازدواج کرد، خودش رو با حضرت محمد مقایسه میکرد که حضرت محمد با زن پسرخوانده خودش ازدواج کرد. یا در سال 1368 مسعود رضوی خودش مسیح زمان میدونست و در بحث‌های صلیب که به اسم دو روزه بود، یک بحث‌های دو روزه بود که در قرارگاه اشراف اجرا میشد به اسم بحث صلیب، و به مدت دو روز تقریبا روز 18 ساعت از انجیل برای ما روزخانی میکرد و آیه و حدیث میآورد و می گفت هر که با من است باید صلیب خودش رو برداشته پشت سر من بیاید، اگر قرار است به صلیب کشیده شویم اول من به صلیب کشیده میشم، بعد مریم، بعد اعضایمون. اما ما دیدیم که اتفاقی نیفتاد. چهار ماه قبل از سقوط دولت عراق مریم رجوی چیم شد، در رفت کجا هیچ که نمیدونست، تا بعد گندکاریاشون از فرانسه در اومد. خود محدود رجویم که معلوم نیست از که غیبت صغرا پیدا کرد. و یا در باز بحثی دیگه در سال 68 بود، موسی زمان از تورات برای ما آیه می آورد و مریم قجر عزدانلو هم با عنوان هارون برادر موسی قیاسه می کرد که موسی خودش رفته دنبال سر قرار با خدا که ده فرمانت بیاره، بعد ماها که با مریم قجر موندیم چرا به دنبال شرک رفتیم. و یا در سال 70 و 71 بحث‌های امام زمان میکرد و ادعا داشت نایب امام زمان و امام وقت هستش و مستقیما با خدا رابطه و با امام زمان اصلی رابطه داره و به وقت صادر میشه. و مسعود رضوی وسط بعد زمان امام زمانش کلی آیه و حدیث و از این مزخرفا میآورد که من امام وقت هستم، که حالا در این رابطه امام وقت منظور به کسی میگن امام وقت؟ تو این حدیث هایی که میابرد امام وقت فردی اعلام میشدش که فردی بالغ و جامعدار، پرهیزکار، آگاهترین و کاملترین فرد هستش که به از همه بابت پاک و منزه و رابطه با خدا داره که بهش وحی غیر مستقیم وحی صادر میشه که بخواد خط خطوط مسلمان ها رو تیز کنه، در صورتی که در قرآن هیچ جا اشاره نشده که بعد از امام یازدهم و که فوت کردش بعد از امام دوازدهم ما کسی رو میاریم، اما تو احادیث هستش که بعد از امام یازدهم وقتی که امام دوازدهم غیبت کرد تعدادی امام وقت 4 یا 5 فرد به عنوان امام وقت انتخاب شدن که بعد آخرینش در بغداد بود که میگفتن این آخرین امام وقت هست، که مربوط تقریبا میشه به 7 الی 8 قرن پیش که بعد از اون گفتن دیگه امام وقت دی نخواهد اومدی کسی وقت بهش صادر بشه. اما مسعود رجوی میگفتش که من هستم، تا اینکه در همین بحث امام زمان یک مرتبه مریم قجر عزدانلو یا هم مریم رجوی از مسعود رجوی اجازه خواست که گفت من یک چند دقیقه میخوام صحبت کنم، که مسعود رضوی بهش وقت داد، شروع کرد به دشنام توهین به نفرات که تو نشست شرکت کرده بودن، میگفتش که شماها خیلی نامرد هستین، خاکشو دارید، منظور قرارگاه اشرفو میگفت، لباسش پوشیده اید که بر تن دارید، نانش رو میخورید، در مقابل چشمانتان از هم با شماها کور هستید که بخواهید ببینید و لال هستید که بخواهید بر زبان بیاورید و شهادت بدید، ای نامردان عالم. این بحثی که خب منظورش همون مسعود امام زمانه یا امام وقت جلوتون، چرا شما نمیخواید چیز کنی که خب بعد از اون عواملش و چیزها و همه به صف شدن و بدو بدو شروع کردن بیان کردن که بله امام وقت. خب بعد در سال 64 باز مسعود رجوی دیدیم که مریم قجر عزدانلو تو خمره کرد و از خمره رنگزی یک شب بیرون آورد، کرد هم ردیف خودش که با حضرت مریم عذرا مادر حضرت مسیح مقایسه میکرد، که از همون اونجا اسم شد مریم رجوی دیگه، تر دیگه مریم عذرا بهش. خب همه مسلمانان میدونن که مسلمانان 4 تا خلیفه داشتن، حالا چه مسلمان فرق میشه یا سنی، میگن آقا 4 تا خلیفه بوده، یعنی خلافه به این شکل بودن که ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود و حضرت علی. الان سرکرده دولت اسلامی عراق و شام
ابوبکر بغدادی هم ادعای خلیفه کرده، گفته من خلیفه پنجم هستم، ادعای خلافت کرده و میگه من خلیفه تمامی مسلمانان جهانم و خودش امام وقت مثل مسعود رجوی میدونه. داریم الان اینا رو مقایسه میکنیم. اون یه موضع قبلش بوده تقریبا 13 سال قبل این ادعا کرده، این تازه اومده ادعا میکنه. نتیجه اینکه این دوتا هیچ کدومشون هیچ کتو به جز خودشون قبول ندارن، فقط خودشون قبول داشتن و هر دوشون هم ادعا داشتن که فرمان از خدا میگیرن و میخوان پیام و فرمان خدا رو پیاده کنن و به جز خدا هم به هیچ کی پاسخگو نیستن، که این تو پیامای هر دوتاشون هم هستش. خب مورد بعدی صدام مجاهدین از سال 60 با مخشوی نفرات اونا رو آماده میکرد برای عمل انتقام، برای بمب‌گذاری و کشتن مردمان بیگناه یا خونپاره زدن تو تهران یا تو شهرهای دیگه که مردم عادی میکشتن، یا اسرای جنگی به خصوص تو صحنه عملیات فروغ یا تو مروارید به دستور شخص مریض مسعود رجوی کشتن، یا تو مروارید به دستور شخص مریم رجوی به نفرات میگفتن گلوله شلیک نکنید برای این اکرات که زخمی یا چیزشون میکنید، با زرهی نفراتاتون برید روشون بکشید، مهماتون رو نگه دارید اون بره مرز برای پاسداران. خب این همین کاریه که الان داعش داره انجام میده، هر کجا که گیر میفتن میان میخوان پیشروی بکنن با عمل انتحاری یا خودروهای بمب‌گذاری شده یا خودروهای انتحاری، میرن توی مردم عادی میکشن یا با کسایی که درگیرن رو میکشن و روبه وحشت دارن چیز میکنن، یا وقتی که به شهرهای حمله میکنن مردم که دارن میبینن تو چیز بخدا روبه وحشت مردم رو به رگ بار میبندن، یا نظامی و میان این قتل عام میکنن. آقای سوری شما اگر لطف کنید این عکسای شماره 22 تا 33 رو نشون بدید خوبه، من همینجا از همتانون معذرت میخوام چون که این عکسای مقداری خب دلخراشه، این که دیگه به خاطر که ما بحثی داریم میکنیم و میخوایم همتانون واقعیت ها رو ببینن دیگه این عکسا رو نشون میدیم که ببینن چیزی که ما داریم میگیم واقعیت هست که اتفاق افتاده و داریم انجام گرفته اون میشه. خب سازمان مجاهدین با شستشوی مغزی به نوعی نفرات رو میفرستاد برای عملیات انتحاری و خودسوزی و میدیدیم که تو کمپ دیدیم که تو کمپ اشرف سابق هم چطوری این نفرات خودشون رو پرت میکردن زیر خودرو یا جلو لوده. خب داعش هم باز همین کار داره میکنه تو عقب نشینی یا تو برای ضربه زدن و این کار داره از همین شیوه استفاده میکنه. مسعود رجوی در سال 1364 زن نزدیکترین دوستش رو مصادره کرد. سال 68 به بعد تحت عنوان انقلاب دولیک دستور داد که تمامی زنها باید از شوهرشون طلاق بگیرن و هیچ زنی هم حق نداشت، یعنی طبق دستور مسعود رجوی هیچ زنی حق نداشت از سال 68 به بعد، یعنی تا سال 68 و 70 که دو سال تقریبا تو قرار به همه یک جا بودن، هیچ زنی حق نداشت بچه دار بشه. از سال 1372 تمامی زنان تو سازمان مجاهدین رو به عقد خودش داره بود که بعدان هم دیدیم که اون گند کسافت گره تحت عنوان رقص رهایی و که ابدا کرد که به دستور باز مسعود و مریم رجوی تو سازمان رحمه بیش از 100 تا از این زنان رو بیرون کشیدن. خب میبینیم که داعش هم این وقت تو حمله به سنجار تو منطقه ایزدیا بیش از 5000 مرد ایزدی رو قتل عام کرد و بیش از 5000 زن ایزدی رو به اسارت خودش در آورد و به عنوان برده و غنایم جنگی برد که تعدادشون رو به عنوان کادو یا غنایم جنگی برای سران خودش برداشت و بقیه رو به عنوان چیر برداشت فروختشون میفروختشون، که سازمان مجاهدین مطلقا تو عراق هیچ موضع‌گیری نکرد. بعد از انقلاب ایدئولوژیک سال 70 خب میبینه که مسعود رجوی به اجبار عقاید مذهبی و لایکایی که تو سازمان مجاهدین چیز میکرد که باید دینشون رو عوض کنن و هر کدومش که مقاومت میکردن و تعدادشون بودن که با سرشون رو خم نکردن در مقابل سازمان تسلیم نشدن، تقریبا یک 11 تا با زن نفری که باقی مونده بودن با اینا مثل یک برده برخورد میکرد. الان میبینیم داعش چی کار میکنه در حمله به موصل یا دیگر مناطق که اقلیت‌های مذهبی بودن یا شیعه بودن، به خصوص شیعه و مسیحی و ایزدی‌ها رو مجبور میکرد دین خودشون رو تغییر بدن یا کشته خواهند شد
و این جنایت هم انجام دادن. خب از این وقت میرین سازمان مجاهدین، خب تو از سال 51 اولین عضو خودش رو شکنجه کرد و کشتش، یعنی اولین نفری که کشتش به اسم محمد جواد سعیدی، که من تو این رابطه یک مقاله مفصلی نوشتم که آیدیشو فرستادم که اگه شد همون که دوتا ستاره داریم اگه چیزی میتونه آقای سوری برای همتنانمون شما نشون بدین تو وبلاگ عیاران. اولین قتل که صادق مجاهدین انجام داد آقای محمد جواد سعیدی بود که حکمش توسط آقای رضای رضایی، همین رضایی های معروف، صادر شد و بعد توسط کاظم دولنبار که معروف فرمانده کاظم هستش در توی زندان، چون که وقتی رضا رضایی سال 51 52 کشته شد و این حکم اجرا نشده بود، کاظم دولنبار از زندان که این حکم حتما باید اجرا بشه و با فرمان کاظم دولنبار سال 52 رفتن آقای محمد جواد سعدی در قم پیدا کردن، آوردنشون تو خونه ام و بهرام آرام اینو کشتش و بعد مسلش کردن و بردن توی بیابانهای بکنم طرفهای جنگل لویزان اونورا سوزوندنش. و از اون تاریخ 1351 به اینور ما شاهدش هستیم که بیش از 100 نفر رو تو سازمان مجاهدین حظ فیزیکی کردن، یعنی قتل عامشون کردن تو سازمان مجاهدین به انواع مختلف از بین بردن، که تو این رابطه من تعدادشون و زندگیشون رو نوشتم و تعدادش رو دیگر دوستان نوشتن که این باز هم ادامه داره. و باز همین تو این رابطه میبینیم که شخص مسعود رجوی و مریم قجر عزت‌دانلو حکم اعدام مخالفین سازمان به خود اعضای جدا شده رو صادر کردن و بارها توسط مسعود رجوی داره تأیید میشه، تأکید میشه که این باید انجام بگیره. خب سازمان مجاهدین از سال 1363 زندان و شکنجهگاه داشت که اعضای مخالف خودش رو زندانی میکرد، شکنجه میکرد، که در این زندانها چندین نفر چه در سال 1364 چه در سال 1374 در زندانهای سازمان زیر شکنجه کشته شدن. خب میبینیم اینور داعش هم به اعضای خودش که بخوان جدا بشن یا مخالف آنها باشن رو اعدام میکنه، خب چندین نفر تا الان اعدام کردن و اعضایی هم که تونستن عدستشون فرار کنن ابوبکر بغدادی حکم اعدامشون رو صادر کرده. خب سازمان مجاهدین اینور میبینیم که به اعضای خودش اجازه نمیده که با پدر مادرهاشون ملاقات داشته باشن و قطع ارتباط کرده. نزدیک 3 سال تمام خانواده جلوی کمپ اشرف برای دیدن فرزندانشون تحصن نشستن که به دستور مریم رجبی و مسعود رجبی اون اعضا که پدر مادرهاشون آمدن برای دیدارشون خانواده ها را سنگباران کردن و اجازه ملاقات به کسی ندادن. خب خیلی از پدر مادرها متاسفانه از این دنیا رفتن بدون این که بخوان فرزندانشون ببینن. خب این برای میبینیم که داعش باز داره همین انجام میده، اما باز داعش در بعضی موارد ملاقات داده به خانواده‌ها که بخوان بچه هاشون رو تو رقه ببینن. صادق مجاهدین تمامی اعضاش به لحاظ ذهنی درون قار نگه داشته. منظور که قار میگن من همون ضرب المثل معروف هست که میگن اصحاب کف تو قار زندگی میکردن تو قرآن و اینا که اومده در 14 قرن پیش. صادق مجاهدین چند دهه هستش که اعضاش با دنیای اجتماع با دنیای بیرون قطع رابطه کرده، یعنی هر فردی هر زمانی وارد سازمان مجاهدین شده از اون مقطع با اجتماع و جامعه قطع ارتباطه. مثل اصحاب کف خوار دارن زندگی میکنن، با دنیای مدرن بیگانه هستن، هیچی از دنیای جدید نمیدونن، از تکنولوژی هیچی نمیدونن، قطعا از همه چیز. خب میبینیم این ورم داعش وقتی که افرادی که با اونا میپیوندن فقط تا جایی که در میتونن استفاده کنن که دنیای و اولا که اینو نظر بخوام اینو تصحیح کنم، داعش هم داره همین کارو با اعضاش میکنه. وقتی بهشون میپیوندن با هر چیزی در جامعه عادی بی با اجتماع بیرون رابطشون قطع میکنه، چه با دنیای تکنولوژی رابطشون قطع میکنه و هم مجاهدین و هم داعش هر دوشون فقط از این تکنولوژی دنیای جدید تا اونجای استفاده میکنن در جهت اهداف و پیشبرد خط خود خودشون باشه. خب تو سازمان مجاهدین اگر مردی مریض بود، اگر در حال مرگ هم بود، این مرد زن تو سازمان دکتر بودن اجازه نداشتن که این مردا رو معاینه بکنن.
اجازه نداشتن که به اینا دست بزنن. به عنوان نمونه من خودم مریض شدم، رفتم پیش خانم دکتر نفیسه بادام یا همین خانم معصومه بلوچی که در آلمان هسته. من مریض رو از راه دور فقط نگاه میکرد و میگم خب این چه حالا میباید تشریم کردن که مثلا چی میشه. بعد اونم کام مثلا نمیتونستم به طور ریز توضیح بدن که مثلا من وقت معدم الان این تو بد شده چه اتفاقی داره میفته. این یک چیز گنگ باید بهش میگفتیم و رد میشدیم. و اون حتی اجازه نداشت که نبض بگیره، قلب چک کنه، چیزا مطلقا اجازه نداشت دست بزن. یا نمونه بعدی زندیات آلان محمدی که تو برج دیدبانی در قرارگاه اشرف خودزنی کرده بود، سازمان مسئولین و فرماندهان قرارگاه دنبال این بودن که بالابر بتونن بیارن که اینو بیارنش پایین. بالابر در دسترس نبود. ما بارها بهشون پیشنهاد دادیم آقا اینو ما با تناب بیاریمش پایین. گفتن شما نامحرمین. گفتیم باشه، یکی از این خانوما بره با تناب اینو ببنده، ما با تناب آویزون میکنیم پایین، ما دستمون به تنابه. گفتن نه نمیشه. 3 ساعت این جسد زنده یاد آلان محمدی بالای برج مون تا این بالابر پیدا شد تا بخوام اونو بیاریمش پایین، فقط به خاطری که میگفتن چه شما نامحرمی. خب میبینیم دولت اسلامی عراق قانون صادر کرده که زنان بیمار فقط به دکتر زن مراجعه کنن و فردی که اگه زنی مریض باشه پیش دکتر مرد حق نداره بره، یا مرد مریض پیش دکتر زن نمیتونه بره. اگه کسی بخواد این رعایت نکنه با فرد خاطی هم برخورد خواهند کرد. آقای سوربی شما سوال چیزی نداری؟ نه خیر، بفرمایید. سازمان مجاهدین با کودکان با چطور برخورد میگه؟ از کودکان تحت عنوان پوشش خانواده در ترددهای نظامی استفاده میکرد. در ایران برای تردد از این پایگاه به اون پایگاه یا برای عملیات‌های مختلف تو ایران استفاده میکرد از سال 60 تا 61 و 62 و به عنوان محول و پوش استفاده میکرد برای خارج شدن از ایران از کودکان. که بعضی از این کودکان تو درگیری ها کشته شدن، بعضا اسیر شدن که سر از زندان ها در آوردن تا خانواده هاشون تونستن اینها رو پیدا بکنن و رفتن نجاتشون دادن، از زندان های جمهوری اسلامی تحویل گرفتن. تو اروپا هم که میبینیم این کودک ها رو آورده بودن ازشون برای جمع کردن مالی اجتماعی، یعنی برای گدایی پول جمع کردن استفاده میکردن. یا تحت عنوان اینکه اینا کودکان بی سرپرست هستن و به اسم این کودکان انجمن درست کردن که در واقع برای جمع‌آوری پول و به خصوص برای پولشویی استفاده می‌کردن. خود دیدم تو عملیات فروغ جاویدان باز اینا رو شرکت داده بودن که چند تاشون کشته شدن. می‌بینیم داعش هم به کودکان داره آموزش نظامی میده، بهشون عمل انتحاری یاد میده، سر بریدن داره یاد میده، سر بریده رو میده و کودکان باشون بازی میکنن، از الان داره باشون خوشونت رو یاد میده. سازمان مجاهدین پس از اینکه سرسپردگیش به طور کامل به صدام حسین سال 1970 ثابت کرد، از عراق روزانه سهمیه 50,000 بشکه به صورت کوپون یا دلار تحویل میگیره. یعنی از سال 1370 تا 1375 یعنی روزانه 50,000 بشکه سهمیه داشتن و از سال 1396 یعنی همون 1375 خودمون تا سال 2000 بخاطر بنابرای درخواست مسعود رجوی سهمیه اضافه شد روزانه 70,000 بشکه و در شهریور سال 79 یا همون سپتامبر 2000 آخرین داری که مسعود رجوی با صدام حسین داشت سهمیه نفت به روزی 100,000 بشکه، یعنی ماهی 3 میلیون بشکه به قیمت در به قیمتش اون موقع میشد، به قیمت اون موقعش تقریبا ماهی 93 میلیون دلار افزایش پیدا کرد که تا اکتبر 2013 یعنی 6 ماه قبل از شروع جنگ این ادامه داشت. و 6 ماه قبل از جنگ وقتی که اینا پیشبینی کردن جنگ میشه، طبق نامه‌ای که برای وزیر نفت فرستادن و نوشته بودن، درخواست کردن که سهمیه 6 ماه آینده رو یک جا یعنی 18 میلیون بشکه رو در یک جا بهشون بدن که اونها هم پذیرفتن به صورت کوپن و مقداری به صورت دلار بهشون دادن. یعنی در عرض این 11 سال سازمان مجاهدین تقریبا بیش از 1,100,000,000 بشکه نفت از ثروت مردم عراق رو به یغما بردن. خب الان میبینیم خب داعش یا همین دولت اسلامی عراق هم
پایگاه‌های نفتی عراق، پالایشگاه‌های عراق که به دستش افتاده تسخیر کرده، داره نفتشون رو به یغما میبره، به انواع مختلف داره میفروشه، استفاده میکنه. خب این یک سری از مشابهات ما بین این دو بود، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران و دولت اسلامی شام و عراق داعش، که اگه بخوام از این موارد بگم فکر کنم یک کتاب 100 صفحه‌ای بشه نوشت، چون که سالیان این مسئله ادامه داره و وجود داره. به خصوص سازمان مجاهدین که از سال 50 خشونت شروع کرده و از سال 51 بله که با اجنبی ها کار میکرد و مواجب میگرفت تا همین الان که ادامه داره. اگر سوالی نباشه من می‌خوام این قسمت بیام قوانین وضع شده در سازمان مجاهدین و داعش رو توضیح بدم برای هموطنان. بفرمایید. خواهش می‌کنم. قوانین وضع شده در سازمان مجاهدین و خلق ایران، خب یک سریشون شفاهی بود، یک سریشون کتبی مکتوب شده هستش و خیلی‌هاش هم در نشست‌ها گفتن که همه بچه‌ها تو جریان هستن، یعنی تمام دوستان جلا شده اینا رو دیدن. استفاده از هر گونه ادکلن برای آقایان ممنوع. استفاده از هر گونه مواد آرایشی برای خانم ها ممنوع. پوشیدن هر گونه لواش چین شلوار چین برای خانم ها و آقایان ممنوع، به خصوص برای خانم ها. آرایش موی سر، باز کردن فر، بلند کردن یا کوتاه کردن موی سر بیش از حد ممنوع. بیش از حد که میدونم ماکسیمم دیگه مینیمم میتونستی مو سرتون 2 سانتی باشه، ماکسیمم 5 تا 6 سانتی. اگه کسی سیویل داشت یه مرتبه سیویلشو میزد باهاش برخورد میکردن که چرا این کاره. هر گونه آرایش که چهره خانم ها مقدار زیبا نشان داده میشد ممنوع بود، یعنی آرایش چهره برای خانم ها مطلقا ممنوع بود. هر گونه لباس شیک و مرتب پوشیدن ممنوع بود. استفاده از رنگ های شاد و رنگی برای خانم ها و آقایان ممنوع بود. زنان اجازه نداشتن مطلقا مقداری لباس تنگ بپوشن، باید 2 شماره بزرگتر از سایز خود میپوشیدن که زمانی باد میوزه هیچ گونه برجستگی دیده نشه. نه منظور همون لباس های نظامی که داشتن منظورم. گوش کردن هر نوع موسیقی ممنوع بود. تو این پرانتز بگم فقط آهنگایی که سازمان درست کرده بود مجاز بود. استفاده از هر گونه رادیو، ضبط صوت، تلویزیون به هر شکل آن ممنوع بود. فقط مجاز به دیدن برنامه‌های عمومی تلویزیون سازمان در زمینه مشخص یا برنامه‌های تلویزیونی مشخصی که سازمان داشت مجاز بود. آقا رنگ مو برای آقایون چی؟ رنگ مو این یکی آزاد بود، چون که اینم بعد از سقوط صدام به خاطر که بیرون نشون بدن که ما داریم جوان هستیم جوان نمایی کنن، اونجا این یکی رو به اجبار چیز میکردن و میباید انجام میدادن. تو همین رابطه من تو پرانداز یک چیز بگم، خب چندین بار اومدن سراغ خودم میگفتن آقا رنگ بدن، گفتم آقا رنگ ما رنگ سرمون خوبه چه مشکل داره، نه ما خواهیم جوان نمایی کنیم. جواب دادیم که آقا جا اینطور نمیشه. بعدش گفتن که نه آقا مجدد بار دوم بدن، گفتن آقا نه رنگ بدن، کلی توضیح و نشست میکنیم. بابا اونه که رنگ میزنن ساختمونه و بنگاله، خوب نیست که آدم بیاد خودش رنگ کنه. رفتن به مسئولین بالا گزارش میدن چیزایی که میگفتیم. بعد یک مرتبه دیگه اومد گفتن که نه آقا گفتن حتما دستور که حتما باید رنگ بزنید و اینو. برگشتم به همین آقای حسین ابوشمچی، گفتم آقای ابوشمچی واسه مختار کاظم بود، من همه رو رنگ کردم. میگه بخوام خودمم رنگ کنم، واقعا چه فرقی ما بین من و شما هست؟ من ساختمون رنگ کردم، بنگال رنگ کردم، منابع آب رنگ کردم، خب شما هم که رنگ کردم، خب بخوام خودم رنگ کنم، واقعا چه اختلافی؟ اینه که بهش گفتم خیلی بهش برخورد، خیلی با هم تون برخورد که رفت دیگه، هیچ موقع بر نگشت بگه بیار رنگ بکن. اینا فقط رنگ کردن از این چیز میکردن که میگفتن میخوایم جوانگرایی کنیم، تو همینجا تو پرانتز بگم که درون تشکیلات سازمان مجاهدین نفرات چیزی به اسم MP3 یا سیدیمن یا تابلت و گوشی موبایل یا آیپد و این چیزای جدید براشون نامی ناآشناست، از این چیزا هیچ کدوم نمیدونن چیه و فارغ از این حرف ها. اصلا به همین خاطر این چیزو نگفت بودم اونجا که مثلا این چیزا رو باید چیزن، تو اصلا نمیدونن چیه این نفرات اینا.
در انبارهای تدارکات که مردانی که اونجا کار میکردن مطلقا حق نداشتن به قسمتی که لباس خانوما وجود داشت اصلا تردد کنن. مردان به هیچ وجه حق نداشتن که روی صندلی زنانی که صندلی هایی که مربوط به قسمت زنان است بشینن، حتی اگر کسی اونجا نبود یا یک هفته بود کسی از اون صندلی تو اون سالن استفاده نکرده بود. مردان که بخوان با زنان تو تشکیلات مجاهدین صحبت کنن، مردان مینیموم دیگه باید 3 نفر باشن، یعنی 2 فرمانده بالاتر از خود فرد که اونجا هست با خود و خانومه هم حداقل باید 2 نفر باشن. موقع صحبت کردن با زنان حق داری به صورت زنان نگاه کنید، یا باید زمین رو نگاه کنید یا باید آسمان رو نگاه کنید. استفاده از عینک آفتابی به طور کل ممنوع بود، به خصوص برای زنان. ورزش به صورت فردی مطلقا ممنوع بود. با فردی که این کار انجام میداد باش برخورد میکردن. خب معمولا لباس مال خانم‌ها بود، لباس تونیک بهش میگفتن که یک پیراهن تقریبا بلند بود با شلوار همون تونیکشون که شلوار نظامی بود، که اینا 4 تا جیب داشت، 2 تا جیب پایین داشت، 2 تا جیب بالا که روی سینه قرار داشت، و خانم‌ها میباید تون جیب های بالایشون 2 تا دفترچه قرار میدن تا برجستگی سینه‌شون دیده نشه. راننده خودروی که زنبو سوار کردن مردان تو خیابون میدن، حتی اگر تگرگ یا آتش از آسمانم میبارید مطلقا اجازه نداشتن سوار کنن. همینطور اگر راننده خودروی مرد بود، زنان حق نداشتن مطلقا در هیچ شرایطی سوار بشن. استفاده از پمپ بنزین برای خانم‌ها فقط در زمانبندی‌های مشخص و روزهای مشخصی که بود مجاز بود، و در اون زمانبندی هیچ مردی حتی مسئول پمپ بنزین حق نداشت در اون محدوده وجود داشته باشه. تردد مردان به منطقه پمپاژ آب کشاورزی که زنان می‌رفتن با تانکر حالا آب یا برای خوردن یا برای کشاورزی می‌بردن، مطلقاً حق نداشتن تردد کنن. همینطور زنان حق نداشتن به منطقه‌ای که پمپ‌های آب برای مردان کار گذاشتن تردد بکنن. دکمه‌های یقه پیراهن و آستین، منظورم لباس‌های رسمی هست، اینا باید آخرین دکمه بسته می‌شد و آستین رو هم کامل بسته می‌شد. این جدا از لباس ورزشی بود که در زمان ورزش نفرات می‌تونستن بپوشن. در مجالس معمول باید اینطور بسته می‌شد. اگر اینطور نبود بهشون سریعاً تذکر داده می‌شد. خب من یه مدتی تو قسمت مخابرات بودم. خب برای چه که دستگاه بیستین صحبت میکردیم با طرف اون گفتیم آقا صدای من چطوره؟ خب اون برحال بعضا خانم ها بودن یا چیزی میگن، سر این که میگفتم صدای من چطوره است مورد برخورد قرار گرفتم. میگفتش که نباید بگی صدای من چطوره، باید بگی صدای دستگاه چطوره است، و اون جواب بده صدای دستگاه چطوره است. صدای من ممنوع بود این کلمه رو بگی، صدای من چطوره. میگفت برای اونا تو ذهنشون ممکنه خب چیزی دیگه فکر کنن. خب قوانینی که دولت اسلامی عراق و شام به اصطلاح تصویب کرده و داعش پس از تسلطش به رقه قوانین رو وضع کرد که عدول از آن باعث مجازات سنگین میشه و بعداً خیلی سخت این چیزاست. لیستای ممنوع به صورت زیر اعلام کرده، حالا اون چیزایی که اعلام کرده. پوشیدن شلوار جین برای زنان حرام است. کشیدن سیگار و قلیان ممنوع و در صورت مشاهده 2 انگشت سبابه و میانی شخص خاطی قطع خواهد شد. در صورت تکرار حکم شخص خاطی به اعدام افزایش خواهد یافت. کلیه آرایشگاه های مردانه تعطیل شده، در صورتی که کسی موی خود را کوتاه کند اعدام خواهد شد. نمایش لباس‌های زنانه در وین مغازه‌ها ممنوع. مردان نمی‌توانند در مغازه‌های فروش زنانه لباس زنانه کار کنند. مردان اجازه ورود به مغازه خیاطی لباس زنانه را ندارند.
تبلیغات و نصب تابلو برای آرایشگاه های زنان ممنوع است. استفاده از کلمه داعش جرم بوده و شخص خاطی محکوم به 75 ضرب جلا خواهد شد. مراجعه زنان به دکتر زنان و زایمان در مقصد ممنوع است. یعنی باید دکترها احتمالاً برن به دیدن مریض. با فرد خاطی برخورد خواهد شد. شانه کردن موی سر و قرار دادن چیزی اضافه بر روی سر برای مردان ممنوع و فرد خاطی محکوم به 70 ضرب شلاق خواهد شد. مردانی که کمرشون باریک است اجازه پوشیدن شلوار جین را ندارند. نشستن زنان بر روی صندلی حرام است. پوشش اسلامی برای مردان عبارت از لباس بلندستانی و عرقچین. دانش آموزان دختر ملزم به رعایت پوشش اسلامی شامل دستکش، نقاب و چادر مشکی کرده و در صورت تخلف از حضور در مدرسه منع خواهند شد. با عرض معذرت من یک چیز برای شما بفرستم اینو. خب آقای سوربی اگر سوالی چیزی باشه من در خدمتم، نه اینکه من ادامه بدم تا بله. میخوان یه چند دقیقه استراحت کنید دوباره برگردیم به برنامه. باشه حتی که شما برنامه از کنید. دوستان عزیز بریم با هم این ویدیو رو ببینیم و باز با آقای کرمی خواهیم. اصلا ما کاری نچیم، ما فقط خواستیم بچه هامون رو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتون، بسیار افسرده. مشخص بود که درونش نمیخواد باشد اینجا، ولی به یه صورتهایی محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچ گونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین‌المللی کمک بخوایم فرزندان ما رو آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN. اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت به ما کردن که ما منافقین را ببینیم. رفتیم در مقرشون. باید توجه به این که بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعی خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده ایزن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن. من آقای محبی رو با هم دستبند زدن، نذاشتن تحویل نیروهای آمریکایی دادن. ما همش 2 ساعت پیش بچه‌مون بودیم، 2 ساعت هم با 2 تا محافظ الکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن. 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. خب این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد؟ الان میاد. هی دوستاش الکی نمیادن، گفتن ما رو سر کار گذاشته بودن، ما رو تنها نذاشتن. 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا، باز دوباره به یه صورتایی می اومدن ما را تعقیب می کردن.
حتی به صورت‌های مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورت‌های حال احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون رو به این صورت وقت میگرفتن. ما هم میخواستیم بچه با بچه ما صحبت بکنیم، دو نفر اون بر بودن، دو نفر این بر. من بچه من اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم، من گرمه. علیکی گفتم چهار تا صندلی اونجا بود بیرون، رفتیم با خانوم ورداشتم، دیدم دو تا دیگرم اومدم اون ور نشستن، دو تا این ور. اسمشون چیه پسر؟ پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نوری نوروزی هم. چند وقت ندیدیشون؟ 16 سال. اینا نیذاشتن ما صحبت بکنیم که بچه مانو حاضر بکنیم. گفت مطمئن باش، به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار میکنم، منتظرم باش که فرار میکنم. 17 سال چشم براه هستم، بچه من باید بیاد. با کارت سلیب دارم، رفتم UN نشون دادم به اون آقایه، گفتم این کارت سلیب منه، بچه من از اردوگاه دزدیدی، بچه باید وقتی که اسارت تموم میشه مرخص میخوام بکنه، باید تصمیم بگه. نه وسط یک سال تو اردوگاه هست اینه بدوزین ببرین، اینجوری نیست. سلیب باید ما حمایت بکنه. سلیب از وسط اردوگاه بچه رو برداره ببره وقتی که تبادل نشده نباید بچه رو ببره. کارت منه گرفت، گفت کارت میدی به من UN؟ گفت کارت میدی به من؟ گفتم نه. کارت اومد نگاه کرد، کارت خون اینجا هم دادم آمریکای، کارت خون. گفتم بچه من اسیر بود، اسیر. بچه که اسیر جنگی تو زندان مرافق جگان میکنه. شما رو با خودم یه فکری با حال ما بکنه. بچه های ما مگه اخی زندگی نداشتن؟ چرا دربند اینا هست؟ سران اینا دارن به کشورهای خارج گرم میکنم، زنهای متعدد دارن، اینا رو اینجا به بیکاری میکشن بدون اینکه خودی خواسته خودشون. خب دوستان عزیز، ممنون که با ما هستید. آقای محمد کرمی رو از پاریس داریم، گوش میدیم و پای صحبت ایشون مینشینیم در رابطه با مقایسه‌ای که ایشون داشتن میکردن از لحاظ به اصطلاح تشابه داعش و مجاهدین و قوانینی که خود اینها گذاشتن. بفرمایید آقای کرمی. خواهش میکنم. خب همینطور که شما اشاره کردید، من تا اینجا آمدم یک سری از عملکردهای سازمان مجاهدین خلق رو با داعش مقایسه کردم. سازمان مجاهدین از سال 44 تشکیل شده و داعش از 4 سال پیش. همچنین آمدم یک سری از قوانین مکتوب شده و یا اعلام شده که به نفرات اعلام کردن تو سازمان مجاهدین و ضوابط و قوانین داعش که در رقه اعلام کرده رو من اینجا برای هموطنانمون خوندم، توضیح دادم. خب البته همونطور که گفتم اگه بخوام توی این موارد توضیح بدم خیلی زیاد هستش، اما بخاطر اینکه وقت محدودی داریم من خیلی دارم خلاصه اینجا اشاره میکنم که در فرصت انشالله اینها رو به صورت یک فیلم 400 در یوتیوب حتما مفصل توضیح میدم و میگذارم اونجا که هموطنان بخوان بهش مراجعه کنن. و اما عملکردهای سازمان مجاهدین خلق در سوریه، آقای سور به شما لطف کنید عکسای شماره 34 تا 40 رو نشون بدید، من تو این قسمت هم اشاره بکنم. خب این مثلا یک چیز اینجا بخوام بگم که چه رابطی داره که مثلا من میخوام بیام وارد بحث با سوریه بشم. همونطور که هموطنان میدونن داعش در سوریه هم داره کار میکنه، سازمان مجاهدین جدا از این که در عراق داره این طور دخالت میکنه در کار دولت عراق و کشور عراق دخالت میکنه، سنگ اندازی میکنه، همین کار الان از 4 سال پیش که بحران در سوریه پیش اومده همین برنامه رو برای سوریه هم داره. که من یک مکالمه با آقای قربان علی حسین نژاد مترجم رسمی مقتول رجوی داشتم، به قسمت‌های اون اشاره کردن که من همون قسمت رو سعی میکنم به همون شکل با آقای حسین نژاد مکالمه داشتم با هم صحبت میکنیم تعریف کرده رو اشاره بکنم که سازمان مجاهدین در اونجا هم داره چه کار میکنه و چطور این دوتا رو داره با همدیگه تیز میکنه. مثلا اخبار
عراق و تحت عنوان اشعار مبارز انتشار میداد، اینجا داره تحت عنوان ارتش آزاد چیز میکنه و اینها رو به بازی گرفته و چه هدفی داره پیگیری میکنه و چی میخواد. خب وارد چهارمین سال بحران سوریه شده این شاهد خیلی نسیم که خیلی از همتنان رو سوال کنند خب چه ربطی ما بین سوریه و صدام مجادله. خب دقیقا درسته، همطور به توضیح دادم خب ممکنه خیلی چیز کنند که چه ربطی ما بین سوریه و مسئله مجاهدین داره. خب صدام مجادله در کجای این بازیای سیاسی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته توسط ابرقدرت ها مشغول تغییران هستن تا کجاش قرار داره؟ صدام مجاهدین از اونجایی که یه غلام به حلقه به گوشی هستش هر چی بشه برای این ارباباشون فرق نمیکنه. امروز عراق، دیروز عراق بود، امروز سوریه هستش، فردا اردن و یا هر کشور دیگه، فصل دارم حتما یمن میخواد استارت بزنه. تو هر کدوم از این کشورها باشه صدام مجاهدین با تمام قوا میره پشتش و شروع میکنه از اونجا کار کردن و حمایت کردن و تحت عنوان نام مردم این کار انجامده. خب در واقع این سازمان هایی هستن که امریکا و اسرائیل و اینا که درست کردن، اینها برادران ناتنی همدیگه هستن. در عراق داعش، در سازمان مجاهدین هستش، بعدش النصره هستش، ارتش آزاد سوریه هست، ارتش آزاد بخش لیبی هستش، الان یک چیزی درست در یمن اون هستش، در نیجریه بوکو حرام هستش. خب اینا همه برادران ناتن هستن که با هم در ارتباطن و جایی هم که نیاز باشه به اشاره پدر بزرگشون با همدیگه فعال میشن و به اصطلاح زمین ساز کارهای همدیگه میشن. خب همونطور که اشاره کردم دوستمون آقای حسین نژاد که داشتیم باهاش چیز میکردیم گفتش که سازمان از 4 سال پیش وارد این بازی شده، بازی بحران سوریه شده که 2-1-1-2-1 که تقریبا نزدیک 400 نفر میشه تو این ستاد تشکیل داده، تو این هستش به سوریه اختصاص داده که در کارهای سوریه دخالت بکنن، که تمام وقت کارشون در این رابطه است که با تلفن و اینترنت، که البته تو پرانتز اینجا توضیح بدم که البته با کنترل کامل که توسط افراد کاملا وفادار و مؤمن رجوی انجام میشه، که از این تلفن و اینترنت استفاده دیگری انجام ندن که بخوام برای تماس های خانوادگی یا برز نظره که بخوام با جاهای دیگر چیز نکنن و اینا به نوع اینا رو کنترل میکنن که خود آقای حسین نجات هم که کارهای ترجمه و تصحیح ادراک هایی که برای اونا تصحیح میکردن و این چیزا رو آماده میکرده براش میفرستادن، که کار این ستاد اینه که میاد این خبرها رو میفرسته برای افرادی که در سوریه دارن، افراد در سوریه استخدام کردن مثل عراق تحت عنوان انجمن، گروه، حزب، سازمان و تعداد تحت عنوان خبرنگار چیز کردن، برای اینها عکس، تراکس و نوشته ها رو میفرستن و اونجا اونا که دریافت میکنن اینا رو میان بزرگ میکنن و بعد میان اینا رو آنتنی میکنن توسط خبرنگارای داخلی که خودشون درست کردن و بعد از طریق خبرنگارایی که کرایه کردن و در استخدام صدام مجادله این اخبار رو به رسانه‌های سایمکان، رسانه‌های بین‌المللی و این چیزا برسونن که تحت پوش اینا بودن. خب یادتون که به عنوان خبرنگار و مخبر اخبار برای سازمان بودن که میامدن از محل انعکاسات میگرفتن و انتقال میدادن که دوباره سازمان بتونه براشون چیز تبلیغاتی درست کنه و برای اون ور بفرسته. بعد این چیزایی که سازمان نفرات سازمان از این ور میفرستاد برای اون ور، برای اون نفرات مثل عکسای کامپیوتری که از بشار اسد و خمینی و خامنه ای و احمدی نژاد و مالکی و حسن نصرالله و غیره درست کرده به اینترنت برای اونا میفرستاد، اونا اون بر تکثیر میکردن، بزرگ میکردن، بعد میادن آتیششون میزدن تو این تظاهرات ها و اون چیزا. بعد نفراتی که تو این ور تو ستاد مربوط به سوریه بودن عمل کرده به اصطلاح میدیدن که عکسایی که اینا فرستن، اطلاعیه که دادن یا تراکس و نوشته هایی که اینا فرستن اونجا رفته آنتنی شده و داره نشون میده، خوشحال میشدن، هورا میکشیدن، دست میزدن که آره این اون چیزایی که اینا فرستادن اون بر عکس‌ها رسیده و سفارش هایی که دادن طبق رهنمودایی که سازمان داده
یعنی ترخصه این نفرات به اونجا داده شده، این نفرات انجام دادن با همون شرایط ترخصه و همه این چیزا هست. خب من متاسفانه اونجایی که وقت زیادی ندارم میخوام یه نگاه مختصر مفیدی بکنم که بتونم اون بتونم در این 5-6 دقیقه که وقت دارم رو انجام بدم، که متاسفانه باز وقت کم آوردم. من سعی میکنم مختصر یک چیزی رو توضیح بدم که به شما هم به برنامه‌تون برسیم. خب باز من یک سری از بحثتون رو خیلی میکنم، بعد میام این قسمت شروع میکنم که خب رجوی اومد یک استراتژی دیگه 40 سال پیش که درست کرده بود گذاشته بود روی استراتژی مانند سقوط صدام، که با کمک صدام و کمک اجانب بیگانه که از این ستون به اون ستون شاید براشون فرجی باشه که بتونه استفاده کنن، که بعد از سقوط صدام دیدن نشد، بعد رفتن سراغ ستونهای دیگه و بخواستن دنبال این بودن که بتونن آیا تو این رابطه براشون فرجی میشه یا نه، که بعد رو قمار پیروزی داعش و سقوط سریع دولت مرکزی عراق آمدن تو کوتاه مدت قمار گذاشتن که با متاسفانه در اینجا هم به شکست انجامید و برای مردم تقریبا ثابت شد که این لباس داعش اونطور که رجوی میخواهد برای تجاوز به ایران به اندازه قد قامت مردم ایران دوخته نشده و چنین چیزی نیست که بتونن این تروریست‌های سلفی بخوان در کوتاه مدت عراق رو تموم کنن و برن ایران و ایران سرنگون کنن، دولت ایران سرنگون کنن و بعد دو دسته تقدیم کنن به سازمان مجاهدین مطبوع رجوی به عنوان نماینده خلیفه پنجم در ایران بخواد حکومت کنن. خب رجوی به عنوان پدرخونده شیعه داعش یا داعشی ها، برداشت رجوی از اسلام بر اساس خشونت و کشتن و نابودی مخالفین بوده و مثال از حضرت محمد می آورد، می گفتش که حضرت محمد یکی از یارانش در ایران یک ایرانی کشته شد و کشته بود، این پا شد رفت ایران و شبانه اون نفر کشت و برگشت مجدد به مدینه. بعد می گفت خب این که رحمت للعالمین بود و پیامبر خدا بود این گونه کرد، پس ما که به اصطلاح دیگه نفرات عادی هستیم ما نباید از چیزی کوتاه بیاییم. خب اینم عمل کرده مسعود رجوی، دیدگاهی که از اسلام انقلابی داشتش انقلابی بودنش معلوم شد سر چی بود و چی هستش، که خیلی تیر و مشخص دنبال قتل و غارت و قتل عام هستش اینم، و چیزم که میشه تا پیغمبر رفت میدادش میگه. خب رجوی برای کارو رو کشتن به ابرزار قدرت که بدوش رو پیاده بکنه و این برایش مشکلی نیست و مهم نیست که چقدر میکشه از بین میبره، مهم فقط برایش اینه که باتت به قدرت برسه و هر گونه ارباب فرنگ نشینی از این بخواد، حالا بخواد شیخ عرب باشه بخواد یا آمریکایی باشه، هر کدومش باشه، سازمان مجاهدین برایش فرق میره و این کار انجام میده. اما چرا ما به رجوی میگیم پدرخونده داعش؟ خب چون دقیقا به خاطری که بنیانگذار خشونت و ترور اسلامی از عملت انتحاری، خودسوزی، انفجار، کشتار مردم بیگناه، خونپاره باران، بمب‌گذاری در توی مردم، توی شهرها، زمانی که سازمان مجاهدین سال شهر انجام داعش وجود نداشت، داعش اصلا وجود حضور نداشته. خب میبینیم پس بنیادگرایی و چیزهایی که داعش داره انجام میده سازمان مجاهدین از 3 دهه قبل شروع کرده. به همین خاطر ما میگیم که رجوی آقا پدرخوانده داعش هستش. خب رجوی به هیچ کی رحم نکرد، حتی به اعضای 25 تا 30 ساله که برایش کار میکردن خدمت کردن رحم نمی کنه و رحم نکرد و نمی کنه، تا اینکه بخواد دیگه به الان به دیگران رحم کنه و برایش مهم نیست، مهم فقط به قدرت رسیدنش. خب خیلی مختصر بخوام اشاره بکنم، خب یک سری سوالات هست که بخوام بگیم آقا این سوالات که باید تقریبا سازمان مجاهدین جواب بده. سوال اینه که سازمان مجاهدین خرب مریم رجوی و دیگر سران این فرقه که خیلی هاشون هموطنان از اینا سوال دارن که بیان جواب این سوالات رو بدن، سازمان مجاهدین به چه دلیل قصد آزادسازی عراق داشت؟ یا چرا سازمان مجاهدین این همه اصرار میکنه که اینها اشاعر انقلابی بودن و داعش نبودن؟ آزادسازی عراق برای عراق چه سودی، آزادسازی عراق برای سازمان مجاهدین چه سودی داشت؟ چرا سازمان مجاهدین خلق وقتی که 5000 زن ایزدی رو به اسارت گرفتن هیچ اطلاعی نداد و محکوم نکرد؟
چرا سازمان مجاهدین وقتی که دختران نیجریه توسط تروریست‌های بوکو حرام مصادره شدن و بود اسیرشون کردن هیچ گونه اطلاعیه نداد و محکوم نکرد؟ چرا مریم رجوی این همه دم از حقوق زن میزنه یک بار اطلاعیه نداد جنایتی که بر علیه زنان ایزدی مسیحی همون رو گفتم در نیجریه در عراق برای سنی رخ داد حمایت نکرده و محکوم نکرده؟ چرا سازمان مجاهدین این همه جنایتی که داعش در عراق و سوریه انجام داده رسما یک مرتبه اعلام نکرد و محکوم نکرد؟ چرا سازمان مجاهدین این همه قتل عام سیاه‌پوستایی که توسط ارتش آزاد لیبی در لیبی پس از قذافی انجام شد اتفاق محکوم نکرد و جواب نمیده؟ سوال آخرم اینه که آیا رجعی به خطراتی که در کمین نشسته و آیندهش فکر کرده و بحرانی که در آینده گریبانگیر این سازمان خودش هست آیا فکر کرده بهشون یا نه؟ خب آقای سلیمان متاسفانه اونجا که وقتم کم شد باز موقعی چی بکنم مفید بیان کنم و رد بشم؟ امیدوارم که به قولی که به همتانان عزیزمون دادم امیدوارم که هر چیز زودتر بتونم برایشون انجام بدم. اگر شما سوالی چیزی دارید من در خدمتتون هستم. بسیار ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و همونجور که قبلا هم توضیح دادم دوستان میتونن از طریق تلفن تلویزیون مردم، از طریق ایمیل ما یا صفحه وبسایت خود کانون آوا یا فیسبوک شما دوستان باهاتون در تماس باشن. باز هم ممنون و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مرسی، همچنین برای شما و هموطنان عزیزم. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم از فرانسه و ویدیوهای قبلیشون رو هم میتونید در صفحه کانون آوا ava.association.de ببینید، تماشا کنید و اگر پرسشی دارید یا نظری دارید حتما با دوستان تماس بگیرید، یا مستقیما یا از طریق من و تلویزیون مردم. همینجا از شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به دنباله برنامه ها توجه کنید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.